بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز 30 ماه جولای سال 2021 هست و برابر است با 8 مرداد 1400 و برنامه امروز رو آغاز میکنیم از واشنگتن، پایتخت آمریکا. قبل از هر چیز من ازتون خواهش میکنم که به صفحه فیسبوک خانم زهره صفائی مراجعه کنید. مراجعه یعنی بازگشت، رجوع کردن، نه؟ سری بزنید و اگر میتونید کمک کنید. دوستان لطف کنید وقتی یه نفر کمک میخواد شما هی براش روزه نخونید. اگه میتونید کمک کنید، اگه نمیتونید حتی لازم نیست بنویسید شرمنده، من نمیتونم کمک کنم، و نه ایشون رو اذیت کنید نه خودتون رو. خانم زهره صفائی، بله این خانم، بذارید من صفحهشو به شما نشون بدم. اینو خاموش کنم، صفحه کامپیوتر دو رو بدیم به ایشون. کامرای دو عوض میخوام، ببخشید، کامرای سه منظورم. خیلی ساده همون جوری که میگیم در فارسی، زهره صفائی، و ایشون معلومه که از دست بعضی از دوستان کمی عصبانی شدن، چون نوشتن برای اونایی که اینجا به خاطر فراخوان کمک برای دارو و درمان من را به سخره کشیدن، تهمت زدن، توهین کردن. دوستان ببینید ما به کجا رسیدیم. شما میخواییم بگید که ما تا 21 بهمن 1357 همه فرهیخته بودیم و خوب بودیم و به همدیگه کمک میکردیم؟ باشه، شما درست میگید. یه دفعه 22 بهمن که شد همه شدیم پدر سوخته و ناتو و اوکی. ایشون اینجا نوشته خواهش میکنم کمکم کنید برای تهیه دارو و درمان، کمکم کنید. عکسی که گرفتن، چون چیز گرفتن به اصطلاح با تلفن گرفتن، به صورت افقی نشون داده میشه. من این عکس رو چرخوندم به عمودی برای شما اینجا نشون بدم. نسخه دارویی بیمار، گواهی می شود که خانم زهره صفائی 49 ساله به نمیدونم سرطان ریه، خلاصه نوشتن. ایشون حتی شماره تلفن خودشون رو هم گذاشتن و من دیدم افرادی هستن که نوشتن ما تلاش میکنیم، کمک میکنیم و اینها، ولی هرچه زودتر بهتر. یه جوری نباشه که خدای نکرده بشه نوش دارو بعد از مرگ سهراب. من خودم در تلویزیون مردم بارها گفتم ما اگه اینجا یه دریا هم داشته باشیم بخوایم قطره قطره به دوستان کمک کنیم واقعا تموم میشه. و مشکل دیگه ای که هست، ایشون چون در ایران هستن باید افرادی که اونجا هستن و میتونن، من به ایشون گفتم که اگه شما لطف کنید یه ویدیو تهیه کنید بفرستید، که ایشون گفت من حالم بده و اینها و من دیگه راضی نبودم، ولی با همه حالشون ایشون این ویدیو رو درست کردن فرستادن که من وقتی دیدم واقعا خیلی ناراحت و افسرده شدم و گفتم چرا توی مملکتی باشین که یک خدمات درمانی درست حسابی. من یادم بچه ها میمدن آلمان، میرفتن اسم مینوشتن و به مجرد این که وارد میشدن توی اون کلاس به اصطلاح چیز هم داشتن، بیمه هم داشتن. حتی خیلی ها بودن، دوست خود من آقای حسن غفاری آمد اونجا به کمک داداشش حسین غفاری اسم نوشت، میدونست که سنگ کلیه داره. گفت شنیدم در آلمان سنگ کلیه رو اون موقع با لیزر و با توی وان حمام و اینها، خلاصه رفت و چیز شد. صدای این بانو زهره صفائی خیلی
به اصطلاح بد شنیده میشه، ضعیف است، ولی با همه اینا من پخش میکنم بله. ببخشید دوستان، این چه باید کرد واقعا من نمیدونم. اگه کسی هست که فکری به مغزش میرسه بگه، پیشنهاد کنه تا ما هم انجام بدیم. حتی یه دوستی به نام شهرام که بیننده برنامه های ما بود، ایشون مشکلی پیدا کرده بود، گویا چند تا چک داشته و اینها، و توی ایران مردم رو برای چک بیمحل زندان میندازن. آقا همون پول زندانه رو بدید به طلبکار، این بنده خدا رو هم ول کنید بره کار بکنه. چون اگه کسی نمیدونم، خلاصه بعضی وقتا فکر میکنم خب اگه سیستم شاه هم یه خدمات درمانی، یه خدمات اجتماعی بود، اینا مجبور بودن همونو ادامه بدن، مثل همون بیمه درمان، بیمه های اجتماعی. در هر صورت ممنونم. آقای شیخی اینجاست، خانم ملیحه، آقای زمانیان اینجا هستن. آقای زمانیان، در ایران میشه کمک کرد به این بانو؟ من یادم چند سال پیش یک جوانی با من تماس گرفت و من هم با آقای حسن ارشاد تماس گرفتم. آقای حسن ارشاد لطف کرد، با بیمارستانی در گنبد کاووس تماس گرفت، به اصطلاح برنامه جراحی برای پای ایشون و اینها، و بعدم دیدم که این آقا در ترکیه است و افراد دیگه‌ای از بیماریش دارن سوء استفاده میکنن، حتی پوله رو به اونم نمیدن. خلاصه هر جا دست میذاری خرابه، هر جا میری اوضاع بده. و اما آقای شاهین غلامرضایی قرار بود که هفته یک ویدیو برای ما بفرسته، خیلی ممنونم. الان از هفته یک ویدیو هم بیشتر نشون میده چرخش را افتاده. بعضی وقتا اگه من و شما به جای این که چوب لای چرخ کسی بکنیم، بیایم یه کمکی کنیم، یه راهنمایی ساده انجام بدیم. ببخشید من اینا رو دارم مرتب میکنم، این نواهای من که میان، این پارچه های مال عینک تمیز، حالا دیگه ما عینک هم نمیزنیم، لنز میذاریم، ولی با همه اینا این پارچه ها رو داریم، با اینا بازی میکنن. یکیش میاد میذاره رو کیبورد، یکیش میاد میماله رو میز، میگه دارم من، میگه من مستر کلین هستم، من آقای تمیزکاری هستم و تمیز میکنه و اینها. من هر وقت این یقم رو میبینم، میبینم خدا مغز ما رو بزرگ نمیکنه، هی گردنمون کلفتر میشه، پیرنامون تنگتر شده و یقه هاش اینجوری. بله، شاهین غلامرضایی، شاهین هستش. شاهین جان لینک ویدیوهای یوتیوب تو اینجا بذار، اون صفحه یوتیوب که میری یه تبش هست. بله بله، آقای اکبری میگه آخه فیلم این خانم دیدم حالم گرفته شد. میفهمم، منم حال شما رو میفهمم. شما حالا، ما یکیشو میان نشون میدیم، شما اینجا نیستی که روزی 10 نفر با شرایط مختلف تماس میگیرن. بهتون گفتم چیزی که من توی این 22 سال زندگی در رسانه های ایرانی بیشتر از همه چیز اذیتم کرد، داستان یک خانمی بود که زنگ زد گفت آقای سربی تو رو خدا به اینایی که از ایران به عشق گرین کارت، به عشق سیتیزنشپی میان ازدواج میکنن، داستان من رو بگو. گفت یه آقایی آمد، چند بارم تا حالا گفتم، یه آقایی آمده بود ایران، بعد اونجا میدونید به یه کسی میسپارن، حالا یا دلال زنه یا همدم یا به یا همسر دات کامه نمیدونم، و اون پیدا میکنه براشون. این طرف گفته بوده که من یه کسی میخوام که پرستار باشه، اونا هم گشته بودن، این خانم پرستار رو پیدا کرده بودن، این هم خب وقتی یه کسی هم میره مسافرت زود باش باید ازدواج کنیم، من بیزینسم اونجا وله. این بنده خدا رو ور میداره میاره آمریکا، آمریکا که میرسه میبرتش خونه مادرش، معلوم میشه این آقا هنوز خونه مادرش زندگی میکنه. این خانمی که میاره به عنوان زنش و همسرش
ولی به دولت آمریکا میگه این پرستار ما استخدامش کردیم و یه حقوقی هم بابت اون میگیره که از مادرش پرستاری کنه، خودش هم هر روز میره قمارخونه. به خانمه گفتم خب خانم ولکن برو. گفت که شما نمیدونی، من چون خودم مادر نداشتم، این مادره شده مادر من و منم شدم دختر اون. دیگه من موندم که چی بگم، ولی واقعا بی وجدانی، بی ناموسی تا کجا، تا چه حد. در صورت این بنده خدا میگفت حالا من میسوزم و میسازم. و اما بیایم به اون برنامه روزانه خودمون که از هر دری سخنی، یه برنامه بود قدیما تو ایران آمریکایی بود، میگفت از شمال تا جنوب، از غرب تا، از شرق تا غرب، در سری برنامه‌های آنچه شما خواستید. من همش دنبال این بودم که با این تماس بگیرم. حالا نگو این فیلم مثلا مال 10 سال قبل آمریکا بوده و تو آمریکا اون موقع نامه می‌نوشتن که مثلا فلان چیز چجوری ساخته می‌شده، این می‌رفته نشون می‌داده و اینها. خلاصه بعد فهمیدیم بابا این ما از زمانه عقبی. خلاصه بله، در سری برنامه‌های آنچه شما می‌خواستید. این داستان‌ها به قول باز شاهین اینقدر زود میان و میرن که آدم همینجور وایستده. مثل یه جایی هست شما میخواین از خیابون عبور کنید، رد بشین، ولی اینقدر ماشین میاد و میره، شما فقط اینجوری اینجوری میکنید. اصلا بعد یه مدت میگه آقا اصلا نمیشه برید، چرا من اینجوری اینجوری میکنم، وایستم. خبرها اینجوری شده. شما ببینید خبرهای تظاهرات در ایران، بی آبی، بی برقی، خبر خانم مسیح علی نژاد، المپیک، دیگه بگو دیگه، همینجوری هست میاد که دیگه آدم یادش میره. ولی از همه اینا بهتر برید آقای پرویز صیاد، همون صمد آقای خودمون رو پیدا کنید. این مرد فکر کنه الان 85 سال، 80 چند سالش باشه، ولی نه که یه مدتی با سرکار استوار گشت. یادتونه سرکار استوار، خدا بیامرزش، عبدالعلی همایون یه دفعه به من زنگ زد گفت آقای سوربی، این شهرام همایون بچه داداش منه و این کسیه که سینه مادر خودشو گاز میگیره، حالا من میرم ایرانو برمیگردم، بعد میام تو برنامه راجع به این میگم که گویا رفت و آمد و بیچاره فوت شد رفت، شانس آورد آقای شهرام همایون. خب میگم که راجع به خبرها، راجع به صمد آقا، صمد آقا چون در جوار سرکار استوار گشته بود، ایشون کاراگاه شده، اینوستیگیتور ژورنالیست شده. بدونید بارها بهتون گفتم توی زبان ما خبرنگار، ژورنالیست، گزارشگر، مجری برنامه، تهیه کننده برنامه، همه اینا قاطی شده. طرف به من زنگ میزنه میگه آقا شما که ژورنالیست هستین. میگم آقا من کی گفتم ژورنالیست هستم؟ از کدوم مدرسه من دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، پروفسور ژورنالیستی شدم؟ میگه خب تو تلویزیون هستید دیگه. میگم آقا تو تلویزیون رقاصم هست، شما بهش زنگ میزنید. این آقای رقاص کی بود؟ محمد حسینی بود. کی بود؟ مردی که داشت اونجا یه پولی گیرش میمد شده بود مشنگ، نه اون یکی دیگه چیه، ملیجک آخوندا، خوشی زیر دلش زد بلند شد اومد خارج، فکر کرد تا برسه اینجا وایس آف امریکا و اینا استخدامش کنن، مجبور شد بیا تو رستوران با 100 نفر برنامه اجرا کنه. مردم گفتن آقا این چی بود، لوس بود، دفعه دیگه اگه اومد ما نمیام نهار بخوریم. اونم نیاوردن، در به در شد، بعد رفت ریستارت رو باز کرد. خب اینا ببینید، اینا کسایی هن که توهم زده میگن، یا مالی خولیا یاوو برمیداره ازشون که آقا من حالا دیگه یک کسی شدم، یک پخی شدم، پشم برم. حالا بعدم اومد رفت ریستارت این ور اون ور. آقا ریستارت چی؟ احمق، تو که دو کلمه انگلیسی بلد نیستی. ستارت میزنن، وقتی استارت نمیزنه میگن ریستارت، یعنی دوباره. اوکی؟ تو چی رو ریستارت کردی؟ تو چه چیزی رو میخوای استارت دوباره بزنی؟ بعدم حالا دیگه آمده بعد یه مدت که آبروش رفت و نرفته بود، حالا اومده توی توییتر با اسم یعنی رفته پشت اسم این و اون قایم شده، ولی شما میتونید افراد رو از نوشته هاشون بشناسید. مثلا من اگر 4 کلمه برای آقای اکبری بنویسم ولی اسممو بنویسم مثلا محمد حسین زرقامی، اکبری میگه کاکو سوربی تو هستی؟ میفهمه دیگه، بمانه.
حالا این آقای ریستارت این چیه؟ عکس منو گذاشتی آقای شهرام ایران بومی. آقای دکتر ایران بومی، آقا رفتی شما شدی نماینده مردم، دیگه ما مردم رو ول کردی، میدونم گیر افتادی. شاهین غلامرضا میگه این مرتیکه دلقک. ببین آقا به دلقک ها توهین نکنید. شما یه روز که میذارم بچه تو نگهداری، تلاش کن که دلقک باشی، اینا رو بخندونی. اگه تونستی والا کمدین، دلقک، همه اینا شرف دارن. من نمیدونم اینا دیگه کی بودن، یه مشت آدم بی هنر نمیدونم کجای کیو مالیدن، یه کاری گرفتن بعد اون کارم زده زیر دلشون، آمدن هی با هم دیگه معامله کردن، چی خریدن چی فروختن، گول هم زدن، بعد گفتن آقا پاشیم بریم خارج. انگار خارج خونه خاله است، شاید هم خونه خاله است، گفتن پاشیم بریم خاله برامون قصه بگه دلمون واشه. اومدن اینجا خاله براشون بوگند را انداخت، دلشون پوسید. بمانه ریستاد میگی من 50 میلیون عضو دارم، یکی بهش بگی ما در قهبه 50 میلیون پیشکشه، 500 میلیون، 500 میلیون پیشکشه. ما فوشم را به مادرشون ندیم، خدایا از سر تقصیر ما بگذره که خدایی است. 5 میلیون، 5 میلیون هم پیشکشه، 500 هزار نفر، 50 هزار نفر. خب عوضی برو با اینا یه کاری انجام بده. اگر فالوور شما نوشتی عضو دارم، اگر کسی میاد عضو، اینم یه چیز دیگه است. آقا من اینقدر فالوور دارم، فالوور یعنی چی؟ دنبال رو، یعنی من رهبرم. خودشم می‌نویسه ریستارت لیدر، دو تا کلمه انگلیسی تو این 10-12 سالی که اینجاست یاد نگرفته. بعد میگه چرا من به زبان فارسی میگویم؟ برای که احمق، تو تنها ایرانی هستی که این همه سال تو ایران بودی و انگلیسی بلد نیستی. اونای دیگه همه مثل بلبل انگلیسی صحبت میکنن، تو اومدی اینجا انقدم احمقی که نمیری کلاس ESL English as Second Language یاد بگیری. خب این عضو دارم. عضو یعنی چی؟ عضو یعنی شما یه منیفستی داری، یه اساسنامه‌ای داری، میدی دست آقای غلامرضایی، میدی دست آقای اکبری، میدی دست ایکس، میدی دست آقای زمانی، دست شیخی، میگی آقا این منیفست ماست و ما داریم عضوگیری میکنیم. شما میای عضو بشی، اون میخونه، بعد میگه برو آقا این چیه، مسخره کردی خودتو. خب آقای احمدعلی مسعود انصاری الان چند ساله یه حزبی رو راه انداخته به نام حزب حق. میگمش آقا شما وقتی میگی حزب حق یعنی توی آمریکا اینو رجیستر کردی، رجیستر یعنی ثبت نام، به ثبت رسوندی و حالا اونام بهت میگن شما اگه حزب هستی، if you are a party، اینجا به حزب میگن پاری، if you are a party you should have manifest، you should have this. آخه این چیه؟ این مسخره بازی ها سر خودتون در آوردید. خب 50 میلیون فالوور داری، اون وقت اومدی توی توییتر اون یکی نوشته آقا تو رو خدا دوباره منو نمیدونم چی کنی. راجع به 50 میلیون یکی براتون یه چیز نوشته بود، ای کاش عکس گرفته بودم، نوشته بود دوستان اون اکانتی که من 50 میلیون توش، همین کلمه 50 میلیون هم بود خدا شاهده، اون اکانتی که من توش 50 میلیون عضو نداشتم هک شد که هرگز وجود نداشت، حالا این اکانت باز شده 12 نفر هستن، شما بیان. شاهین خیلی نگران تعداد ویزیتور ویدیوها هست، یه مقداری برو با آلمانی تحقیق کن، یوتیوب و فیسبوک و صفحه‌های دیگه. شما وقتی یوتیوب تو میبری میذاری تو فیسبوک، به 5 تا از دوستات بگو برن بشینن از اول تا آخر ببینن، یه ویدیو 1 دقیقه‌ای درست کن. اینا امتحانه که ما انجام دادیم. این کنتوری که تو ایران میگفتیم همون کانتره، یعنی شمارنده. اینجا هم یه دستگاهی هست، میگیری دستت اینجوری میزنی میشمارن. وقتی مثلا یه جای قرار مهمونی باشه، چون اینجا آتش نشانی میاد میگه اینجا 200 نفر بیشتر نمیتونه، اون که دم دره وای میسه دیگه، حالا خبر نداره دوستان از تو آشپزخونه و از این ور اون ور میاد. خلاصه این کنتور یا همون کانتر این یوتیوب، وقتی اونا میان اونا رو نمیشماره، یا اونا ور میدارن یوتیوب شما رو میذارن تو فیسبوک،
لینک فیسبوک یوتیوب تو برای یه نفر بفرست میبینی یه سری چی بهش اضافه شده. یعنی اینا چیکار میکنن؟ حاضرن یه انقدر انباری به شما بدن ولی ویدیو یا بذارن اونجا به مردم نشون بدن که دو تا ویزیتور رو یوتیوب زیاد نشه. ای کاش میشد این شمارشا و اینا رو از بین بره تا ما برگردیم مثل همون موقعی که مثل آدم بودیم، دنبال عضو و دنبال فالوور و دنبال کوفت و زهرمار نباشیم. من به شاهین گفتم که چند سال پیش این، حالا دیگه به سعید میگم دوست ناخلف، چون اگه خلف بود وای میستاد با من بحث میکرد، میگه آقا تو اشتباه میکنی اینجوریه. این دوست ناخلف ما سعید یاد من داد، گفت که آقا این آقای لری کینگ درسته که فامیلیش کینگ بود، شاه بود، ولی بهش میگفتن کینگ آف میدیا، یعنی شاه رسانه، اینقدر بیننده داشت. هیچ کم دیگه بعدا نتونست جاشو بگیره، چند مدت پیش مرد. خب این لری کینگ با اون همه بیننده وقتی مهمون میمد تو برنامهش بهش میگفت که خب شما برای من و این هفتا بیننده من، هفتا که دیگه کسی نتونه بهش بگه برو گم شو، تو میگی 5 میلیون من بیننده دارم، ما اومدیم نگاه کردیم 11 نفرم نبودن. بعد تازه بهش گفتم که شما از تو این هفتا اگه یه نفر داشته باشی مثل اکبری، مثل غلام رضایی، حرفاتو گوش کنه برای شما کافیه. من دبیر بودم، گاهی وقتا میگفتن که مثلا فلان مدرسه، مدرسه عشایری تو خیابون معدل بود، کجا بود؟ آقای سالم، سعید سالم منو برد، داییشم نبوی بود، کی بود، استخدام اونا شدم میرفتم. بعد فهمیدم وقتی که میری توی کلاسی که به جای 30 نفر باشه 40 نفر باشه، باور کنید من دبیرستان احمدی که میرفتم بعد از ظهر بوی پشکل میومد، چون این بچه‌هایی که اونجا بودن بیچاره ها همشون گفتم فامیلشون زاره بود، همشون از چیز میمدن، خب لباس ها بو میگیره دیگه. اون وقت اینا چیزی هم که میسوزوندن زمان شاه لابد همون تپاله بوده، گاز کشی به همه خونا نکرده بودن، بو پشکل میداد مدرسه ما، کلاس ما. وقتی من رفتم هنرستان عشایری و معدل و اینها، دیدم آقا مثلا یک کلاس یک کارگاهی 12 نفر، 7 نفر، 5 نفر، دیدم چقدر اولا من میتونم خوب درس بدم، چقدر اون بچه ها میتونن سوال کنن. اینه که طرف برای بچهش معلم خصوصی میگیره. قدیما میگفتن معلم سرخونه، مثل داماد سرخونه هستا، معلم رو میآوردن خونه که به جایی که بسیار به 30 نفر که همه میخوان اذیتش کنن، ماشینشو پنچر کنن، نمیدونم گچ بزنن تو سرش، یه نفر نشسته مامانش هم بهش گفته ببین این معلم ما 30 تومن، 40 تومن، 100 تومن، 1000 تومن پول دادیم، وقتی میاد اینجا حواستو پرت نکن، فقط بشین گوش بده. اون وقت اون داستانای آقا من 2000 بیننده دارم، 100000 بیننده دارم، میشه همون که شما تو برنامه توضیح دادی. اسم این آقای معیدی رو هم شما اشتباهی میگی، مسعود معیدیه، خیلی هم بهش میگن آقای مویدی، خیلی میام میگن مویدی. این من تو برنامه شهرام همایون شنیدم، گفت اون که شیشه‌ای و فلانه، ولی بازم آوردنش. دقیقاً الکی هرس میخورم واسه فالوور. نه، بعد یه مدت میفهمی که فالوور به درد نمیخوره. آقای سربی در ایران در بیمارستان‌های دولتی با دفترچه روستایی تنها 7% هزینه عمل و بستری از بیمار اخذ میکنن. اگه کسی نتونه همین مبلغ رو بده، شعبه مددیاری بهزیستی و کمک امداد در بیمارستان ها هست. طی مدت نزدیک گذشته چندین نفر از فامیل خودم به همین طریق بستری و عمل کردن که میتوانم نام ببرم. دفاتر دیگر بیمه نیز حد اکثر تا 20% هست، البته داروهای خارجی و اینها. خب ایشون اصلا مثل که سرطان داره، سرطان میره توی جای جدا. حالا این شاهین لطف کرد برنامهش گذاشت مال ویدیو، بذار ببینم درست گذاشته یا اینم عوضی رفته. شاهین خیلی عجوله، صفحه یا هومتو زدی، برو بغلیش نوشته ویدیوز، رو اون کلیک کن، اونو بزن، این به ترتیب زمان و اینها میاره. من الان برات این کار انجام دادم
و بله بیایم اینجا دوستان، من براتون گذاشتم، شما اونو پاک کن آقای شاهین خان. اینه که باید برای دوستات بفرستی، اینه که هر وقت وقت کنی رو فیسبوک این ور اون ور برای دوستان بفرست. دوستان اگر وقت اضافی دارید، من میگم اگر وقت دارید میخواین تلف کنید، اینی که آقا نمیدونم تلویزیون فلانی باید بیاد بشینه سراپا گوش باشه، نه عزیز من، هر کدوم از شما در هر زمانی که این برنامه رو میبینید، اگر دخترتون بهتون زنگ بزنه، پسرتون زنگ بزنه، خانمتون زنگ بزنه، خانمتون صدا بزنه، به این قابل من رو برده بزنه اونجا، باز سر میری برنامه رو ول میکنی. این دروغه که آقا ما کار زندگیمون ول کردیم نشستیم برنامه تو رو نگاه کردیم. دروغ نگید، هر وقت بیکار هستید برنامه ها رو نگاه کنید، ولی نظر بدید، رأی بدید. و اما این کتاب خونه، حالا خیلی ها میگن که سربی ادای کتابخونه آقای لادن، کتابخونه آقای لادن حقیقیه، ولی من چون ندارم چنین کتابخونه ای، آمدم عکس یک کتابخونه رو گذاشتم اینجا، چون این رنگ قهوه‌ای به آدم یه آرامش خاصی میده. دلیلش هم اینه که رنگ چوب هست. شما هر وقت بیکار شدید، حالا به درخت که نگاه میکنید که سعدی گفته هر کدوم از این برگ ها در نظر هوشیار یه دفتری هست از نمیدونم خلقت کردو نمیدونم، ولی چوبایی رو که میبرن به اون نقش ها نگاه کنی که این دایره ها که به صورت بیزی شده میاد تا کجا کجا قطع میشه برمیگرده و اینها، و ساعت ها شما میتونید به اصطلاح چوب نگاه کنید و یه چیز طبیعی هم هست، ریلکس هم میشید. اینم از اینجا. خب سریا براتی برای من یه ویدیو فرستاده، نوشته دوست گرامی از شما دعوت میکنم از 5 پست اخیر در باب مدل سازی اقتصاد جایگزین بازدید فرمایید. در اینجا ما تلاش داریم این گفتمان جدید را از زوایای مختلف بررسی کنیم و آن را با دیگران در میان بگذاریم. لینک زیر منبع تشریح موضوع است. با سپاس. دوستان ما هنوز یاد نگرفتیم. آقا من با آقای اکبری پیام خصوصی، مثلا بهش بگم آقا یادت پادگان شماره 4 که بودی اون سر پیچ پوزه سنگوری اینجوری فلان، پیامای دیگر رو باید توی قسمت عمومی براش بفرستم. اینو ما یاد نگرفتیم. ما هنوز تفاوت پیام خصوصی پیام عمومی اینا رو یاد نگرفتیم. ما هنوز تفاوت پیام با نظر یا کامنت یاد نگرفتیم. اون وقت میخوایم آخوند رو سرنگون کنیم. این مرتیکه دیوانه منصور اوسانلو، یه دوبار من دعوتش کردم آمد، دیدم آقا اصلا این خیلی شوته. حالا درسته دوستان کارگرمون بعضی هاشون سوادشون کمه، ولی این کاری به بی سوادی و کم سوادی نداره، این کاری به شعور نداشتن داره. اولا بعد یه مدت گفت که توی نیویورک جمهوری اسلامی میخواست به من حمله کنه، نمیدونم خورده بود زمین، رفته بود توی مواد شیمیایی، هرچی گذشت رفت. حالا امروز اومده یه چیزی گذاشته، من اینجا بهتون نشون بدم. واقعا آدم عصبانی میشه. یعنی دیدی میگه طرف مستحق فوشه، یعنی یه کاری میکنه که شما بهش فوش بدید. او سانلو فامیلی خودش رو، خدا بگم این شاهین چی کار کنه، فامیلی خودش رو درست بلد نیست بنویسه، نوشته اوسالو. بعد من براش نوشتم آقا اوسالو یا اوسانلو. حالا این نوشته رو ما گذاشتیم اینجا و چند بارم برای این اون فرستادیم، حالا که خودمون میخوایم پیداش نمیکنم. عجب بدبختی ما گرفتار شدیم به خدا. اینها پیدا شد، اوسانلو دو، اینه یکیش بیارم اینجا تا هستش، فعلا اینو باز کنم، یکی دیگهش اوسانلوی معمولیه. کجایی کجایی کجایی، میدونی برنامه هایی که میذارم میگم خب این رو چیز باشه، دسکتاپ. دسکتاپ یعنی روی میزتون، دسک یعنی میز، تاپ هم یعنی روش دیگه. بعد هی میریم جلو هی میبینیم آقا بدتر و بدتر شد، بیشتر و بیشتر شد، دیگه نمیتونیم پیداش کنیم. اوسانلوی دو رو میتونم پیدا کنم، یک رو احتمالا پاک کردم، نمیدونم چی کنم. نگاه کنید
نوشته بود همین الان مادران آبان در خیابونن. میگم خب به توی احمق در نیویورک چه مربوط؟ به دستور تو اومدن بیرون. حالا که اومدن بیرون شما برنامه چیه؟ هدفت چیه؟ این یکی دیگه فرستاده بود، اینو برای اون فرستادم. خبر کوتاه: مادران داغدار آبان در نهایت تنهایی. دوستان این شعارهای ما همه با ما هم هستیم، دو نفر روی موتور گازی نشستن تون توی کوچه میره، اون یکی میگه مرگ بر خامنه ای، اینا رو بریزید دور. مجاهدین میان میگن ما نمیدونم گروه اختشاشگران، گروه شورشیان داریم، بریزید دور. اون یکی دیگه میاد یه عکسی شب میره میزنه زیر پل نمیدونم ناکجا آباد، مینویسه رهبر فقط رضا تنبل، بریزید دور. اینو بخونید: مادران داغدار آبان در نهایت تنهایی و بی کسی بازداشت شدن. حالا خودتون برید نگاه کنید ببینید چه خبره، و به سر این بیچاره خانم ها که اینا هم اسیر شدن دست یه مشتی سوء استفاده چی، مثل مسیح علی نژاد. برگردیم ما اصلا از مسیح علی نژاد و این صمد آقا، صمد آقا کاراگاه می شود. یه ویدیوی درست کرده از هولش، به جای ماه جولای نوشته جون. حرفایی که میزنه مال این ماه، تاریخ ویدیو مال جون. بگذاریم قبل از اون این فوت شهرام کی، شهرام کاشانی رو به طرفداراش، به کلن به پدر مادرش، پدرش محمود قربانیه، مادرش حالا اون من یه دفعه فکر کنم ایشون رو دیده بودم، و به اینا تسلیت میگم. خب جوان بوده، 47 سالش 48 سالش بوده. چند سال پیش هم یک مریضی شدیدی پیدا کرد به خاطر نوشیدن مشروب زیاد و اینها، جون سالم به در برد، ولی گویا از دست کووید یا این کرونا 19 نتونسته، و کامبینیشن یا مخلوط اون مریضی های قبلی و این کووید این رو به اغما میگیم، کما برده. جالبه، اغما، کما، و دیگه نتونستن نجاتش بدن، فوت شده. اگه خدایی هست رحمتش کن. یه جا گفتم روانش شاد، گو آقا اگه بگی روان یعنی به جن و اینا چیز داری، گفتیم بابا یادش گرامی. من همیشه از این شهرام کی یا کاشانی، اینایی که با پدرشون اختلاف دارن معمولا فامیلشون رو عوض میکنن، میگه من نمیخوام حتی فامیل تو یه جایی باشه. حالا آقای قربانی دیدم بیچاره خیلی سخته، مرگ جوون و بچه ها و اینها برای پدر مادر خیلی سخته، هر قدم که مخصوصا پدرها بد رفتار باشن اینا. البته ایشون هیچ وقت کم نمیاره که میگه همیشه خیلی به اصطلاح خوش رفتاری میکرده و اینا. آقای زمانیان میگه من با همین داداش اوسانلو شریک بودم در تابلو سازی، پولم خورد. خب داداش رو جای داداش نمیگیریم و بابا رو جای بچه نمیگیریم، و ولی من متوجه شدم این از این که زبونش رو تیغ زدن و اومده عکس گرفته و فلان اینا. آقا ببینید ما نمیگیم آخوندی کار رو نمی کنه ها، ولی کسی که میگه من رهبر کارگران هستم، سخنگوی سندیکا هستم، آقا تو یه قدم باید از آخونده جلو باشی، و الا اگه جلو نباشی اونا جلو باشن، همه اینایی که پشت سرتن شما ماکسیموم شدی چوپان، و اینها رو مثل بره میبری در سلاخخانه، آخوندم اونجا وایساده یکی یکی سر میبره و پخ پخ میکنه. حالا هم اومده نیویورک، نتونستم اون چیز پیدا شد. اوسانلو دوستان نگاه کنی، خبر فوری. یعنی الان اگر آب دستته، راستی چرا میگفتن اگه آب دستته بذار زمین؟ بعضی هم میگن اگه نون دستته بذار زمین. منصور اوسالو، اوساسلو، نه اوسالو ببخشید، منصور اوسالو، یه بازی بود تو شیراز سرولو اورولو بازی میکردیم، فکر کنم این اوسانلو، این لوا و اینا میدونید کرد و که تبریزی و اینا هستن، این بیچاره ها یه سری اسیر این فرق بازی های دوره شاه و اینها شدن. ایشون دستور داده فوری
همکنون تهران مادران آبان در وسط خیابان دارن شعار اتحاد اتحاد و بی غیرتان نشستن منتظر چی هستن سر میدهن. فوری همکنون تهران همون دوباره همون. اولا یه کسی باید یاد این افراد بده که اگه شما میخوای کسی رو جذب کنید نباید بگی بی غیرت. اون شعاری که میدادن ارتش به این بی غیرتی هرگز ندیده ملتی بعد از این ماجرای گل دادن بود. دوستان نگاه کنید این ماجرای گل دادن رو. من نمیدونم چرا بعضی از عکس ها تو این سیستم ما اینجوری کج و موج میشه، سایزش میره هر جایی که خودش دلش میخواد. نگاه کنید دوستان، من در این زمان در هوابرد شیراز، یعنی من بیچاره دو تا لشکر دو تا تیپ خدمت کردم، اوکی؟ آخرینش هوابرد تیپ 55 شیراز در کمیته مشترک هوابرد و شهربانی شیراز مأمور حکومت نظامی بودن. دوستان شما نمیدونید وقتی یه نفر میاد کتاب زیر بغلشه گل به شما میده شما قلبت با چند تپش میتپه. شما نمیدونی زانوها چجوری میلرزه، انگار که به جای این زانویی که سالها شما رو نگه داشته دو تا میله باریک از این عروسک ها بود درست میکردن، میلرزه تق 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 صدای زانوهای خودتو میشنوی. موقعی که اون با اسلحه و دو تا خشاب و دو تا نمیدونم فلان دو تا بیستا اینجا چل تا دو تا چل تا هشتاد تا گلوله و اینها، ولی این با گلش می اومد غالب می شد. آقای اوسالو خجالت بکشید. دوستان که نشستید در ساحل سواحل ام خجالت بکشید. طرف برای مردم نمیگه بی غیرتا نشستن، به من و شما میگه. من که تکلیفم از روز اول معین کردم، گفتم من اگر نمی ترسیدم همونجا وای می سادم. حتی اگه این فامیلای آخوند خودمون، می دونید ما هم با جزائری ها فامیلی، هم با مجد هم با دسته، اقلا این سه چهارتا رو می تونستیم بزنیم. برادر دوستمون آقای حمید مصباحی رو می تونستیم نزدیک بهش بشیم از بین ببریم. دیدیم آقا اصلا ما کننده این کار نیستیم. خیلی خوبه که بدونی شما نیستی کننده، بیای کنار. این شاه نادان، این پسرش رضا احمق، اینا میدونن کننده هستن. به خاطر پول منصب مقام نمیان بگن ما کننده نیستیم، برن گورشون رو گم کنن با این پولای دزدی، برن خوش باشن. اونایی شرف دارن که شما بهش زنگ میزنی میگه آقا شما اون وقتا تک تیرانداز بودی، میگه آقا من اون موقع 20 سالم بوده 30 سالم بوده، الان عصامو نمیتونم بیارم بالا، تو میخوای منو ببری. داشتیم ما تیراندازای تک تیراندازای لاری، یادتونه میگفتن تفنگچی لاری، برای اونایی که خیلی خسیس بودن میگفتن تفنگچی لاری نمیتونه حتی دوزاریش هم بزنه. من یک ماه خورده ای از طرف جهاد سازندگی شیراز رفته بودم خسروآباد آبادان، چی میگن والانتیر داوطلب، و اون من و آقای عالمچهر و آقای استقامت تو اون کارخونه یخسازی خسروآباد کار میکردیم، و بعد که میمدیم یه آقایی هم بود یه روز نامش رو بیارم، آقای جزائری چه آدم وارسته‌ای بود، اون اول انقلاب چه آدم های وارسته‌ای داخل این ماجرا شدن. ولی یه مصاحبه امروز انجام دادم با دکتر پروفسور ابوالفضل بهشتی، برید ببینید. این کسیه که باباش معلم این آخوندا بوده، خمینی و خامنه‌ای و اینها، و ببینید چی میگه. میگه غرب یک کادو یا یک هدیه مسموم داد به آخوندا، آخوندا هم قبول کردن و مسموم شدن. اگر حرفی که خمینی زده بود ما قدرت نمیخوایم، ما نمیخوایم دولت دستمون باشه، اونو گرفته بودن همه چی درست بود. گفت اینا گرفتن مسموم شدن. مصاحبه رو روی یوتیوب گذاشتم، میتونید تو اون قسمت ویدیوها
برید نگاه کنید. خب حالا ببینم آقا شاهین، شما میتونی تو صفحه من اون قسمت ویدیو لینکشو بذاری اینجا، این امتحانته. خب ببینیم که کجا به کجاست، نقل کجاست. زن پسرمه میگه که ریستارت 10 نفر اس بیاره. آقای جیمی مهر میگه همینه. من میگم آقای مجاهد، شما که میگین کانون شورشی دارین، شما که میگین مردم ایران همشون شما رو میخوان، هیچ موقعی هیچ موقعیتی بهتر از الان بود؟ مردم از دست گرما و شناخته شدن شبها میان بیرون، شما چرا روز نمیان بیرون داغون کنید بزنید بینا رو، حکومت رو به دست بگیرید؟ برای که نیست، ندارید، ولی دروغ میگید. این دروغ ای کاش روزی بشه که بشه حناق. اگه من مثلا امروز دروغ بگم آقا قبل از برنامه یه نفر $200 داد به من، فوری هم موقع بیافتم بمیرم. اگه اینجوری میشد چقدر خوب بود. الان توی مجلس آمریکا دارن راجع به 6 ژانویه همین امسال، اون شورشی که انجام شد و اینها، دارن تحقیق میکنن. طرف میخواد یکی از این پوفیوزایی که اون روز گفت که بله اینا طرفدارای ترامپ بودن بیارن حالا شهادت بده. اینا خیلی میبالن به خودشون که وقتی کسی میاد under oath یعنی قسم میخوره و شهادت میده، اینا معمولا دروغ نمیگن، چون به دو جهت، یکی به دلیلی که به خدا باور دارن، دوم این که اگه دروغ بگن قانونی تحت پیگرد قرار میگیرن. ولی شما برید تو این دادگاه ها بشینید، هر روز هر کی میاد اونجا دروغ میگه. من خودم چند مدت یه معلمی داشتیم، میگم اگه میخواین زبان یاد بگیرید، شما نمیخواد اون موقع جادجودی نبود، میگم برید تو دادگاه های محلتون بشینید، توی این نشست هایی که شب میذارن میگن نمیدونم کانسل چی میگن، شورای شهر بشینید. اینا مردم که با هم حرف میزنن، مخصوصا اونایی که مثل من همسرشون ایرانیه، کم صحبت میکنیم با خارجی ها، اونایی که تا میان یه زن خارجی میگیرن و فلان اینا، البته بعضی هاشون هم تنبلن، زنه فوری فارسی یاد میگیره بمانه. خلاصه تو دادگاه ها پر از دروغه، با وجودی که قسم خورده میشه که دروغ نگن. پس این اوسانلو رو ما بندازیم تو سطل آشغال، دیلیت. اینا وقتی میان، مثلا این یه مدتی با اون آقای کنت تیمرمن بود، اینا بلد میشن راه و چارو که از کجا پول بگیرن. یه پولی میگیرن، بعد نمیدونم فلان انجمن فلان سازمانم یه ماهیانه بهشون میده، بعد ماهیانه بیکاریم، زنمون بیکاره، نمیدونم درآمد نداریم فلان، اینا رو میگیرن، اینا ضرب در پول ایرانی میکنن، به خودشون میگن خوب شد ما از شرکت اتوبوسرانی واحد اومدیم اینجا، اونجا مثلا 3 میلیون حقوق میگیریم، اینجا الان ماهی 30 میلیون میگیریم. اینجوری حساب میکنن. همشون هم یه زندگی نکبتی دارن. راجع به این زندگی نکبت دیروز با شاهین داشتیم کلکل میکردیم، ایشون پیغام میذاره، من بعض وقتا نمیتونم جواب بدم، با نوشتن جوابش میدم. به این نتیجه رسیدیم، بهتون گفتم من دو تا داداشام آمریکا بودن، هی میگفتن بیا، من میگفتم برای چی بیام آقا، اینجا کیندرگلد میدن، اینجا سوشال داره، اینجا خودم دارم پول در میارم و اینجوری. اونا به من میگفتن ببین این پولای سوشال و اینا آدم تنبل میکنه، صفت و خوی گدایی بهت دست میده. شما یه گدا دیدی بیاد اینجوری وایسو جلوت بگه بدینیم داداش یه پول بده میخوام برم آبجو بخورم؟ به غیر از سربی گدا. ما شیرازی ها به گدا میگیم گدا، کدومش درسته؟ یکی نگاه کنه بهم خبر بده. سرفکنده میشی، میخوای بری سوشال امپ، سرت میندازی پایین، لباسای خوبتو نمیپوشی، میگی نکنه یه دفعه مثل هر باوزر به من بگی این پیرن مثلا 50 یورویی رو از کجا آوردی، لباس کهنه میپوشی، دو سه روز ریشت رو نمیزنی، یعنی نامرتب میشی، خودت رو شکل فقیر و گدا در میاری. من دوستان از روز سوم یا چهارمی که رسیدم آلمان، ویزای 10 روزه داشتم، کار کردم، شاهدمون این آقای جواد گلچین که ایشون توی شیراز مغازه تودوزی میگفتن، چی بهشون میگفتن، اپوستری اینجا میگن، یادت جمال نداف، این دیگه اکبری، اگه جمال نداف سر چهارراه اسلام‌نژاد بشناسی دیگه من فریاد میزنم ممکن لخت برم بیرون. بله
اون کاری که اونا میکنن نمیدونم چی مینوشتن، تشک دوزی که نه، به اصطلاح داخل ماشین تودوزی میکنن تو در و پنجره. و بعد تو ایران یه کار احمقانه بود، طرف ماشین نو میخرید میرفت روش چی میکشید، تودوزی میکرد. که من به دوستم بهروز قاسم زاده گفتم آقا ماشین 54 خریدی ولش کن، وقتی این همه بچه ها اومدن دوشک مشکاش پاره شد، اون وقت برو بده به همین آقای جمال نداف، برات دوشکا رو تعمیر میکنه، بعد یه تودوزی قشنگ چرمی. بعدم گفتم مثل این تاکسی های بنز یادته یه قرمز ارغوانی میکردن، اینجوری نکن، همون مثل تودوزی خود ماشین پیکان، یه رنگ مشکی و قشنگ و اینها. خب چی شد؟ اوکی بذارید من ببینم. آقا شاهین این روزا خیلی گرفتاره، داره رستوران خودشو باز میکنه. امیدوارم اولین تبلیغی که ما نشون میدیم اینجا تبلیغ شاهین از پیتزا فروشیش باشه. من نمیدونم چرا اسمش گذاشته سم، بعد مثل ایرانی نوشته پیتزا سم، معمولا اینجا مینسن سمز پیتزا. یادم نیست تو آلمان چی میگفتن، ما تو آلمان اینقدر پول نداشتیم بریم این مرور چی بخوریم اسم رستوران ها یادون باشه. ولی کسی که اسمش شاهینه اینجا معمولا شان، اون مثل شان کانری، مثل شان پن. البته حالا چرا شان رو هم می‌نویسن S E A N، اون رو من نمیدونم، بعضی هم می‌نویسن S H O W N. در هر صورت داره رستوران میزنه، گرفتاره، لابد میاد یه نگاهی میکنه میره و الی آخر. خب بذارید صحبت از شان پن شد. یه فیلم خیلی قشنگی دیدم، به خاطر اینکه لهجهشون انگلیسی بود کامل متوجه نشدم. البته اگر لهجهشون انگلیسی هم نبود آمریکایی صحبت میکرد، میدونی انگلیسی آمریکایی با انگلیسی استرالیایی با انگلیسی یوکی با انگلیسی کانادایی اینا فرق میکنه لهجه هاشون، و باید تمرین کنی یا اینکه بیشتر گوش کنی تا متوجه بشی. یه فیلمی به نام The Professor and the Madman. Madman مد یعنی عصبانی بودن. مدمن شان پن نقشش رو بازی میکنه که این اصلا استاد اینه. سم آی ام، اتفاقا دیده بودم این سعیدم یه اسمی درست کرده بود سم آی ام. اون زمان که جلوی سوسیال امت خجالت میکشیدی گذشت، الان این عرب ها طلبکارانه میرن پول میگیرن، بعد سوار مرسدس میشه میره. منم گذاشتم سمز پیتزا. خب اگه گذاشتی سمز پیتزا چرا برای من اونجا نوشته بودی پیتزا سم علمون کردی به قول شیرازی ها، یا نگاه پیرن برمون کردی؟ بله خیلی ممنون. نه آقا، اون موقعی که بند خجالت میکشیدم برم سوشال ام، افرادی هم داشتیم. یه دوست ارمنی بود فکر کنم، یا گارن بود یا یه چیزی اسمش اینجوری بود، این میگفت آرایشگر گوگوش بوده. اولا اینا یه بچه کوچولو داشتن، با زنش و بچهش میرفت فروشگاه. فروشگاه که میرسیدن به جای گاری این بچه رو بغل میکردن، هر چی بود میریختن توی گالسکه بچه، زیپشو میکشیدن، این چیزای سرما بود، زیپشو میکشیدن میمدن بیرون. ما 10 بار به این گفتیم آقا میگیرنت اینجا، بگیرنت بیچاره، ویزای آمریکات هم خراب میشه، نمیتونی بری. نمیدونم چه گذشت و چی شد، بالاخره اومد آمریکا یا اونجا موند و اینا. در هر صورت این ماجرای ما بود با اینها. اونا هم طلبکار بودن، اونا اصلا میرم اول میگفت تو میدونی با کی داری صحبت میکنی، حالا با همون انگلیسی و آلمانی و فارسی زبون شکل چش میگن الکن، تو میدونی با کی استفاده میکنی؟ ما اینجور، اون طرف میگه آقا من اصلا دانشجوی مثلا دانشگاه هستم، به من گفتن این فرم رو پر کن، شما چند نفرین، کجا زندگی میکنی؟ میگه نه بذار من برات بگم، از تاریخ اون بگم، شما نفت ما رو بردین. طرف میگه آقا چند نفرین، کدوم گورستون زندگی میکنی؟ بمانه من بچه چهارراه اصلاح نژاد هستم، میشه جمال نفت نداف رو نشناسم؟ ای دمت گرم. اون ور جمال نداف هم یه پارت فروشی بود که این آقای محمد چیز میمد وسائل میخرید و اینها. خب اگه بچه چهارراه اصلاح نژاد بودی باید منو بشناسی. یه پالوده فروشی بود، یه پیرمردی بود، یه دوتا مغازه از خونش داده بود به خیابون، بعد یکی از اونها شوهر عمه من آقای رستاخیز، این
این بنده خدا قبل از حزب رستاخیز فامیلش رستاخیز بود، آقای محمد تقی رستاخیز اجاره کرده بود و من از کلاس پنجم یعنی از 11 سالگی تابستونا شاگرد ایشون بودم و از اونجا ببین اتو جنوب بود چی بود این مال آقای یادم رفته همه فامیلا، اون رانندگی رو که میرفتی بالاتر دست راست، بعدم شد الکتروتکنیک مال منو به روز قاسم زاده، از اونجا من یه چیزی بود به نام این عموی ما شوهرمه اون از بس پیر بود بهش گفتیم عمو، بهش میگو اشکنجه، میگو این اشکنجه رو ورد و بریم هوا برد، بعد از زور گرما یه آهن درازی بود این بالاش مثل گیر پا بود، اینو میذاشتیم اینجامون را بیفت برو، من بعض وقتا بچه بودم این سنگین بود تش میگرف رو زمین غیر غیر صدا میداد، این بیچاره میمد میگرف میگو عمو صدا میده مردم بیدار میشن فوشمون میدن، من به عقلم هیچ وقت نرسید حالا که مردم خوابن خب بذار ما هم بشینیم یه استراحتی کنیم زیر این سایه درختا بعد از چیز بریم اونجا، روزگاری بود. خونه ما 8 متری نادر بود، به 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 8 متری نادر، اون شیرینی پزی و اینا، یکی از دوستای من بیچاره وقتی که انستیتو ثبت نام کرد و اومد و اینها، بعد هفته دوم اتفاقا با من قرار شد بریم این بوفه انستیتو رو را بندازیم، گفت تو به این پسر حاجی معلم درس میدادی، برو با این صحبت کن بگو که اون از ما اجاره نگیره و ما چی میاریم میفروشیم، ضرر زیانش مال خودمون، سود و ضررش مال خودمون. خلاصه عمرش قد نداد، حالا ببین چجوری مرد این بیچاره، وایستاده بود سر خیابون گویا منتظر تاکسی که بیاد انستیتو، انستیتو بعد از زورا بود، آقا این ماشینای تاکسی بار بود یه بیماهن دراز بار میزدن، این طرف میپیچه پشت بیماهنه میاد میزنه به کله این میمیره، باورت میشه؟ اسمش یادم رفته، خیلی ها تا چند مدت پیش من اسمش یادم بود، موهای بلند قشنگ صاف داشت که ما بهش میگفتیم آقا این از پشت سر تو خیلی قشنگ داری، چون تا میچرخی این سیبیل سیاهت میاد آدم وحشت میکنه، خدا بیامرزدش. از کجا بودیم کجا رسیدیم؟ آقای صمد پرویز صیاد، این با اون داستان صمدش و اینا، خب واقعا یه چیز جامعه رو نشون داد که چه خبره، اگه همون موقع رسیده بودن که آقا این اوضاع تو دهات اینه، دهاتی ها اینجوری فکر میکنن، شهر که میان مردم مسخرهشون میکنن، اون فیلم بلوچ تنگسیر اینا رو اگه شما نگاه کنید، اگر کسی بود، این صندلی ما به صدا صدا افتاده، خلاصه وضع بهتری میشد، این 8 متری نادر و اینا یه تراشکاری هم بود، پدر من ماشین رو میابرد اونجا بور میزدن، من همش میگفتم چرا اینا میگن بور، بور که برای پاسور استفاده میکنیم، وقتی که مته های بزرگ باشه بهش میگن بور، توی سیلند میزدن یادش بخیر. یک چیزی هم بود که انجکتورا رو میابردن خیلی قشنگ، من وای میسادم مدت ها نگاه میکردم، اینا گازوئیل میریختن بعد میزد این انجکتورا ببینن که این انجکتوره مثلا چند میلی لیتر گازوئیل میریزه، اون چقدر میریزه و اینها، همه اینها. خب ما خانم زهرا صفایی رو گفتیم به نیاز احتیاج داره، دوستان ای که دستت میرسد کاری بکن، لطفاً هی به من نگید خیلی ها دروغ میگن فلان، اونایی که دروغ میگن ولشون کن، اگه شما فکر میکنید اینها 1% حقیقت میگن کمک کنید. چند بار صحبت از شهرام کردم، دوست عزیز شما بعد از برنامه برای من مینویسید خیلی ممنون نگاه کردم، ولی هنوز به من اجازه ندادید که من این مدارک رو نشون بدم یا نه، همه اینم از این میاد که من تیک تیک حرف میزنم، شما دوستانم تیک تیک جواب میدید. خود همین آقا شاهین 10 بار بهش گفتم آقا شما تا آخر نمیخونی یا من میبینم میفهمم، میگه راست میگی گل گفتی. آقا شاهین این کاریکاتورایی که درست میکنی میذاری بعضی هاش قشنگه، ولی بعضی هاش مثلا دامن پوشیدی و اینها، نکنه خدایی نکرده میخوای جنسیت عوض کنی، داری ما رو آماده میکنی. این صدا رو هم ببندم اینجا. بله خب کشتن بن لادن، میدونید که 10 سال ازش گذشت در زمان اوباما، اون اتاق بهش میگن سیچویشن روم، سیچویشن یعنی موقعیت وضعیت، و وقتی یه چیزی خطرناکه میگی بریم تو سیچویشن روم بشینیم درباره صحبت کنیم، از تو سیچویشن روم یا اتاق مثلا ماموریت هر چی بهش بگی
چیز کردن، ولی زدن اینو کشتن. اسم عملیات رو گذاشته بودن جرانیمو. جرانیمو یه سرخپوستی بوده. من نمیدونم این، میدونی بعض وقتا یه کسای قهرمانن، بعدن که ما آگاه میشیم میبینیم آقا اینا رو به خورد ما دادن اشتباهی. یکیش جان وین، یه کسای دوز و قاتلن، میبینیم اون بیچاره ها رو به خورد ما دادن اشتباهی، اونا هم دوز و قاتل نبودن. همین الان که من با شما صحبت میکنم تو آمریکا یه کسایی رو به عنوان رهبر و نمیدونم انقلابی مجسمه هاشون رو گذاشتن، یکی یکی دارن میارن پایین، میگن آقا این اینجوری بوده اونجوری بوده و اینها. یکیش جنرال لی هست که برای می جنگیده که برده ها آزاد نشن، باور نشه اون وقت تو آمریکا مجسمه های این بود. حالا اونو میارن پایین، میگه آقا بیان مجسمه اونا رو بذارین که یک حرکتی به نام راه آهن زیرزمینی درست کردن و برده ها رو فرار میدادن یا برده های آزاد رو میرسوندن به ایالاتی که برده آزاد رو قبول داشت. خلاصه چرا اسم این رو گذاشتن جرانیمو من نمیدونم، و چرا وقتی که اینو کشتن آوردن آقای بن لادن رو خوابوندن رو زمین، به یه نفر گفتن، اولا میگن ما دی ان ای ازش گرفتیم بردیم روی آب انداختیمش تو دریا که هیچ کس مزار براش درست نکنه، چون وقت میشه قهرمان اونها و اینها. بعدن خودشون الان چون دروغگو کم حافظه هست میگن نه ما اینو آوردیم توی عراق توی پادگان هرچی اونجا خوابوندیم، بغل دستش یک کسی که 1.90 بود خوابوندیم که ببینیم اندازش اینو اینان. بعد اون جنرالی که توی این حرکات و توی این ماموریت بوده دعوت میشه به کاخ سفید که ازش تشکر کنه. اینا وقتی افراد میکشن، حالا از هواپیمای ایرانی باشه که سرنگون میکنن یا هر کسی، اون که باید به عنوان قاتل حالا بره تو دادگاه محاکمه بشه، تازه میبرنش درجه بهش میدن، تازه میبرن ازش تقدیر میکنن، تقدیر نامه میدن، اونم با افتخار میاد نصب میکنه. خب وقتی میره اونجا میبینه یه متر هم اتفاقا گذاشته بودم اینجا، اوباما یه متر بهش میده، میگه این برای چیه؟ میگه آخه من فکر کردم شما یه ارتشی رفتید یه کشور غریبه اونجا دارین می جنگین برای دموکراسی فلان و یه متر نداشتین که مجبور شدین این آقا سرباز ما رو بغل این بخوابونید اندازه بگیرید. این هم یه جوکی شد. عملیات بن لادن آپاچی بود به نام جرانیمو. نه من میخوام جرانیمو رو ببینم چیه، هنوز وقت نکردم که داستان خود جرانیمو. البته یه فیلمی تو ایران بود، دوستان به فیلمایی که تو ایران به خورد ما میدادن خیلی استناد نکنید، سعی کنید برید از چند جا تاریخ رو پیدا کنید، اون تاریخ ها هم درست نیست، اینجا این جا خطوط سفید و اینا پیدا کنید کدومش درست میگه. باز برگردیم به خانم مسیح علی نژاد، به صمد آقا که حالا کاراگاه شده. یه کسی اون لینک صمد آقا رو هم پیدا کنه به نام پی اس شو، که بعضی هم چون من اسمم گذاشتم پارسا سربی به من میگن آقا این مال تو پی اس شو، اونم پرویز صیاد گذاشته پی اس شو، نمیدونم شماره 68 چیه، تاریخش اشتباهه، تاریخش به جای جولای 2021 از بس هول بوده گذاشته جون 2021، و تعریفی که میکنه یه جاهایش جالبه. مثلا اونجایی که ایشون هنوز در توهماتش فکر میکنه که جو بایدن و اف بی آی دست یکی کردن و میلیاردها دلار پول دادن به حکومت آخوندا، این ماجرا رو به اصطلاح چی میگن افشا کردن تا من و شما مشغول بشیم. حالا انگار اگه ما مشغول نشیم به داستان مسیح علی نژاد چه غلطی میخوایم بکنیم که اینا اف بی آی و این همه پول میخوان ما رو مشغول کنن. اون وقت یه نگاه کنید به این مردی که دیدید ایرانیا، مخصوصا اینایی که شاه الله هستن، همشون دستمال گردن میبندن، شال گردن میبندن. اولا هرچی فیلم ایرانی دیدیم وقتی میخواست بگی یکی پول داره از صبح تا شب نشون میداد این تو خونه با ربدوشامه یا لباس خوابه. ربدوشام لباس خواب نیست، ربدوشام اینجا چون میخواستن پول گرما و سرما ندن اینو درست میکردن، از زیر لحاف که میمدن بیرون روی لباسشون اینو میناختن که مثل یه حوله است. حالا تو ایران ما به این میگیم لباس خواب، در صورت که روب
یا پوشش این نیست. ولی ایرانی ها فیلم های پولدارا نگاه کنید، مثلا پدر فلانی اون آقای چی بود، سیویل داشت، عینکی بود، همیشه پیپ میکشید، از صبح تا شب با روب دوشان بود. تنها کسی که توی آمریکا با روب دوشان همیشه بوده این آقای هیو هفنر، کسی که صاحب پلی بوی بود، خانمش با چند تا بچه تو این خونه زندگی میکرد. این رفته بود اون ور خیابون یه قصری درست کرده بود، با این دخترای جوان اونجا زندگی میکرد. به خانمش میگم میخوای طلاقت میدم، ولی نمیخوای همین جوری با ما باشی بهتره. اون بیچاره مونده بود و اینها تا پارسال فکر کنم بود. اگر پرویز صیاد اگر یک فیلم خوب بازی کرد، اون هم دایجان ناپلئون بود. اونم ممنونم از شما، دیدم که شما میگید دایجان ناپلئون، حتی با صداش شبا شما میخوابی. من بعض وقتا شبا با این کتابهای گویا به اصطلاح میخوابم، چون تنبلم برای کتاب خوندن. بعدم چجوری میشه شما میخوای بخوابی کتاب بگیری اینجوری رو دستت، اگر خوابت برد که میفته تو صورته. اونم ماها با عینک و فلان اینها، ولی گوش دادن، عینک رو در میاری میذاری گوش دادن، مثل تصویر تلویزیون نگاه کردن هم نیست که شما مجبور بشی توی زاویه نگاه کنی، بعد صبح که بلند میشی میری سر کار میگی چرا اینجوریه، میگی من دیشب داشتم تلویزیون نگاه میکردم. هنوز رادیو، هنوز صدا قدرتش بیشتر از تصویره، با وجودی که میگیم یک تصویر گویاتر از هزار کلمه است و اینها، دلیلش هم بارها بهتون گفتم، الانم میگم. شما این کتابخونه رو نگاه کنید، من این عکسشو بهتون تنهایی نشون بدم، من غیب بشم. اوکی. این کتابخونه رو نگاه کنید، شما میبینید یه چیزی رو میزه، چند تا چراغ اونجاست، اینجوری اونجوری. من دیگه نمیتونم بگم اینجا یک کتابخونه چهار طبقه است، شما میبینید سه چهار ردیف کتابه. ولی وقتی از رادیو شما صدای منو میشنوی، من همیشه یادم داستانهای شب وقتی میگفتن، اگرم حالا رفته بودیم پشت بوم که مثلا میگفت که در کوچه های تاریک میومدن، ما تاریک ترین کوچه رو پیدا میکردیم بین خیابون، بین درشیخ و طاق رئیس العلماء. میدونی اون موقع شما هم شرکت میکنی تو اون نمایش، اگه بگی یه باغ زیبا رفتم میوه ها فلان، هر میوه شما دوست داری تو اون باغ میاری، اگه عاشق انجیر و نمیدونم انار و اینها هستی اونا رو میاری، میوهی که دوست نداری نمیاری. اینه که هنوز قدرت رادیو و گویایی یا گویش هنوز قوی تر از تصویری هست. و اما من دعوت کردم از آقای عباس علاقمندیان که اگر امروز وقت داشته باشن مهمون ما باشن، ایشون نتونست، گرفتار هستن، کار دارن اینها، شاید هفته آینده با ایشون باشم. یک کتابی نوشتن، فقر و راه‌های برون رفت از آن، که این کتاب به صورت پی دی اف هم هست. به ایشون گفتم ما پی دی افشو میتونیم در اختیار دوستان بذاریم، به من گفتن من تا حالا چند تا کتاب نوشتم، هرگز از کتاب نوشتن پولی در نیاوردم، با وجودی که کتابام سود داشته، ولی سودش رو به اصطلاح دادم در راه کمک به دیگرانی که نیازمندن. اون پی دی افش هم تا برسه توی فیسبوک مردم تیوی میذارم. پس عباس علاقمندیان که کتاب فقر و راه‌های برون رفت از آن رو نوشتن، بعضی هم میگن تألیف کردن، من فرقش رو نمیدونم، و چند تا ویدیو، تا حالا 12 تا ویدیو حتما تو چند روز گذشته اگر به مردم تیوی سر زده باشید این ویدیوها رو هم دیدید، 12 تا ویدیوی تقریبا نیم ساعته هست که خیلی تولید با کیفیت بالا، فکر کنم یا کانادا یا کالیفرنیا انجام دادن، من بهشون تبریک میگم. و اما تیم پناهندگان، این ماجرای مسیح علی نژاد مثل که داغ خیلی ها رو تازه کرده. آقای مشیری با آب و تاب توضیح میداد که یه همچین برنامه ای هم برای آقای مشیری در نظر گرفته بودن، میخواستن ایشون رو هم ترور کنن. و میدونید وقتی دوستان تعریف میکنن میرن یه جایی که آدم میگه که خب آقای مشیری، اونایی که اومدن در خونه شما در زدن، مگه مرض داشتن در رو با این شدت و حدت زدن؟ بله ما میدونیم پلیس FBI وقتی میخواد حمله کنه به یه جایی، اگه گفته باشن مثلا صبح مواد فروشه، 4 صبح
میان که خوابت سنگین ترینه، بعدم تاق 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 در میزنن، چراغ از بیرون روشن میکنن، تمام ماشینا اینجوری و اینها، که شما اصلا بلنگ میشی نمیدونی روز قیامت چیه اونجوری. ولی آقای مشیری وجدانن، اگه هنوز وجدانی برات باقی مونده، 22 سال پیش ایشون به من زنگ زد، بعدم اون خانمی که باهاش زندگی میکنه هنگامه افشار اگه اشتباه نکنم یا دوست دخترش هر کی، اومد اینجا توی برنامه آقای مصدق به من گفت من و آقای مشیری برنامه‌های شما رو خیلی دوست داریم فلان اینا. اون موقع مشیری حرفی که میزد با الان فرق میکنه. الان ترس تلویزیون پارس و شجره و میبودی و آقای خلیلی کتابخونه کتاب شرکت کتاب و اینها و کبر سن. من شنیدم مشیری، بهرام مشیری، دایی حشمت الله تبرزدی، راست یا دروغش رو نمیدونم. ولی آقای مشیری اگه وجدان داری از خودت سوال کن چرا شب اونا، اولا میگه من شب تا صبح نشسته بودم روی شاهنامه کار میکردم، بعد رفتم بخوابم، یه دفعه دیدم تاق 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 در میزنن، منم هولناک بیدار شدم، رفتم اسلحه‌مو برداشتم. همه این مزخرفاره که تعریف میکنه میخواد به بیننده ها بگه که ایشون اسلحه داره. آقا همه میدونن توی ایالت های مثل ویرجینیا و تگزاس و اینها یه اسلحه که کمه، ما 5 تاشو داریم، اون 3 تاشو داره، اون 8 تاشو داره، ولی چه فایده؟ اونی که میخواد بیاد بزنه تو سرت که با اسلحه نمیاد از جلو، بعدم به تو بگه دوئل کنیم. اصلا شما میدونی این دوئل دروغ بوده؟ همچین چیزی که این بیاد و اون بیاد و قدم بزنه رو بچرخه، همچین مردونگی ها که نبوده. طرف سعی میکنه یه جوری تو رو بزنه از پشت با یه چوبی، با یه سیخی، نمیدونم. خلاصه اسلحه رو برداشت آقای بهرام مشیری، رفت دم در، گفت بله، گفتن ما FBI هستیم. اینم اسلحه رو گذاشت کنار. چقدر آدم باید احمق باشه که اسلحه داشته باشه، یکی بگه من FBI هستیم. خب تو اینا رو باور کردی؟ فردا هر کی بخواد بیاد تو رو بکشه، اولا تق 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 در میزنه، بعدم میگه ما FBI هستیم، شما اسلحه هم پشت در قایم میکنیم. قیافه مشیری شده مثل شیرعلی قصاب. من نمیدونم ایشون کلاگیس سر میذاره، اگه کلاگیس همون کلاگیس مثل زیا مال 30 سال پیشه. یه آقایی بود هنرپیشه نبود، مجری بود، برنامه‌ساز بود تو تلویزیون‌های آمریکایی، سمی سامثینگ یادم رفته اسمشو، سام دانالد یه هم چیزی. این من هر سال میدیدمش، اون وقت خیلی جالب بود. شما امسال که میدیدیش کلاگیسش، موهای سفیدش بیشتر از پارسال بود. الانم کلاگیسی که میذاره همه موهای سفیده، ولی این دوستان همون کلاگیسی که رفتن خریدن برای شب هالووین $3-5 همون رو برنامه که اجرا میکنن میبرن میذارن سر عروسک تو خونه، کلا میکنن سرشون، همون مال 30 سال پیش با همون رنگ. این شقیقه ها رو تا اینجا میچسبونن. آقا دیگه شقیقه تا اینجا مد نیست. اگه مثل من عینکی باشه که باید شقیقه رو ببری بالا که این عینک که میذاری خط نیفته. بگذاریم، ما قیافه کسی رو مسخره نمیکنیم. ماشاءالله ایشون گوشش و دماغش و اینا، میدونید که میگن گوش و دماغ هر چی شما عمر میکنی اونا بزرگ میشن، حالا چیزای دیگه که کوچیک میشه بماند، ولی گوش و دماغ بزرگ میشن. اینی که آدمای پیر گوشای بزرگی دارن، حالا یه کسی از همون اول اگر دراز گوش باشه چه خواهد شد؟ موهای مشیری مثل قناری میمونه، یه بار سرمه‌ای هستش، یه بار بنفش، بستگی داره که نور از کجا بهش قیافه ظاهر رو مسخره نکنیم. اگه بخوایم قیافه ظاهر رو مسخره کنیم، خود من از همه مسخره ترم. خب تیم پناهندگان این دیگه چیه؟ خب المپیک آمده گفته کسایی که کشوراشون نمیذارن نمیتونن یه تیم پناهندگان داشته باشیم. خب اگه تیم پناهندگان هست، آقای ملایی شما چرا رفتی از تیم مغولستان میای شرکت میکنی؟ بعدم چه حرفایی براش ساختن، نمیدونم تبریک گفته به اسرائیل، بعد اومد گفت آقا بنده اصلا کاری به سیاست ندارم، به همین خاطر با تیم ایرانم نیومدم. خلاصه المپیک رو هم ما گند زدیم. از اون ور با برنامه، باز شاهین قشنگ میگه، میگه اینا با برنامه این دوتا رو گذاشتن روبرو هم، جدول رو، یه ایرانی که در تیم پناهنده است و یه ایرانی که از ایران اومده. بعد حالا هول و هوشش هم اون یکی فوش میداد بی وطن،
اون یکی میگه خاک بر سر، حالا تو کجا میری؟ این با وجودی که باخته وقتی میاد ایران، ایران رو داره، ملت رو داره، چه غلطی میکنین براش؟ چه غلطی میکنید برای این زنی که تکواندو جدا که نه تکواندو شرکت کرد و باخت، حالا اومد؟ شما برای اونایی که میبرن چه غلطی میکنید که برای اونایی که باختن چه غلطی بکنید؟ باز شاهین درباره شاهینی همه برنامه من شده تا مسخره در آوردی. از هفته دیگه نو مور شاهین، اوکی؟ درباره قیمت مدال طلا هیچ وقت فکر کرده بودید چرا اینا میذارن لای دندون چون اینجوری فشارش میدن و اینا؟ چون طلا رو اون موقع سازمان مجاهدین نبودن که آقای فیلاق بگه محک بزنین. میدونی آقای فیلاق به من گفت سازمان مجاهدین محکه، مثل محک که میزنیم به طلا، میدونید یه اسیدیه میزنن بهش، رنگش بستگی به رنگش میفهمن این عیارش چقدره. اون وقتا وقتی به یکی میگفته این مدال طلاست، میذاشته دنش فشار میداده، اگه نرم بود، میدونید طلای 24 نرمه، به همین خاطر طلای 18 14 10 20 22 درست میکنه، طلای 24 خیلی نرمه. این گفته آقا این دو سه تا چیز داره، به اصطلاح 5 گرم یا هم چیزی، بعدم با قیمت گرم و با تومن و اینها گفته، و خیلی از این بیچاره ها مدالاشون رو میفروشن روی ایبی یا اینها. ماجرای تیم پناهندگان و اونم ماجرای پس از فستیوال کن، چشممون به این المپیک و حالا نوبت این داستان تظاهرات در ایران، گویا روز 14 رو داره طی میکنه، ولی خب ماشاءالله به این کمپوزیسیون آقای اوسالو میذاشتی اسمت اصلو، نشسته نیویورک، بشتابید به کمک این مادران، تا اینا خواستن بشتابن اون مادران رو دستگیر کردن توی مترو و اینها. حالا ببینیم چه خواهد شد. بهرام مشیری و قصه اف بی آی در زدن محکم دست به اسلحه. حتما اون فیلم آقای پرویز صیادم نگاه کنید که چگونه کاراگاه شده. برگردم راجع به این دستمال گردنی و رب دو شام و ایرانیا، آقای پرویز کاردان در گرمای کالیفرنیا پیرن پوشیده، خب حالا سرش کچل کلا گذاشته، یه دستمالم مثل این کابویا یعنی گاوباز، مثل اونا هم گذاشته تو این تابستون. آخه من نمیدونم شما یعنی مثلا میخوای فشن باشی که چی بشه؟ یه نفر برنامه‌ت که میبینه زنگ بزنه بگه آقای صمد آقا چقدر خوشتیپ شده بودی، به خدا با اون کلاه نمدی، با اون کلاگیسی که به کلاه چسبیده بود، با اون جلیقه، با اون پیرن، با اون تنبونت خیلی خوشتیپتر بودی تا این پیرن. یه کسی عکسشو بفرسته، لینکش رو گذاشتم. کجا گذاشتی؟ گذاشتم. کجا گذاشتی لینکش رو؟ من که اینجا چیزی نمیبینم، شایدم باید صفحه رو ریفرش کنم. آها، دوستان بعضی وقتا زنگ میزنن، هفته پیش آقای موثقی بود که آقای سربی برنامه شما رو قطع شد، بعد من میگم خب دوستان شما که میبینید ما از چند تا پلتفرم مختلف، 5 تا 6 تا پلتفرم مختلف پخش میکنیم، شما لطف کنید بنویسید برنامه رو از مردمتیوی.com میبینید، از تویچ میبینید، از فیسبوک سربی میبینید، از فیسبوک چی میبینید؟ از فیسبوک مردم تیوی میبینید، از یوتیوب میبینید، از یوتیوب نمیدونم لایو میبینید، تا ما بفهمیم کجا بریم ای بی آبی. بدبختی اینجان که بعدش میگن که ببخشید مشکل از اینترنت ما بود. اونو یه جوری اول امتحان کنید، با یه دوستتون تماس بگیرید. میدونم بعض وقتا ما اتفاقا دوست داریم زود به ما بگید که اگر اشکالی هست برطرف کنیم. در اصل ممنونم، همین که نگاه میکنید ممنون و متشکرم. آخه فیلم این خانم دیدم، اون از این بعد میایم اینجا، لینکش رو گذاشتم. شاهین جان تلگرافی ننویس، لینکش رو گذاشتی کجا؟ بنویس لینکش رو گذاشتم رو صفحه فیسبوک، لینکش رو گذاشتم روی اوکی. بله آقای سلیمانی، No they have no chance. And این که رکسان پدلی، نمیدونم پدلی که نوشته رجوی will take the leadership of Iran to their graves. خمینی نیو بده. یه خانم
اسم انگلیسی عکس آمریکایی احتمالاً از همین آقای خدا بگم چیکار کنه، سهند فریاد، سهند فرهاد، آقای رزاقی خیلی قشنگ میگه، میگه این خواهران سیبیل کلوفت، اینایی که مثلا این خانومه به اسم رکسان پدلی، این حتما یه نفر توی آلبانی، یه پیرمرد بدبخت که حالا تازه کار کردن با کامپیوتر یاد گرفته، 10 تا اسم براش درست کردن، معمولا اسم زنا رو میذارن که جذب بشن باهاشون صحبت کنن، بعد اون نوشته که رجوی میاد رهبریت رو میگیره و نمیدونم رهبر ایران رو میبره تو گور. اینو خوب گفتی، چون وزیر اطلاعات عربستان دو بار گفت که رجوی مرده و در گوره. آقا فیلم سخنان ملایی هست که گفت من با ملت ایران دوست هستم و آنها را دوست دارم و مدال نقره خود را تقدیم مردم اسرائیل میکنم. بله ایشون این کار ناجوان مردانه را کرد، میتوانست به مردم کشور خودش تقدیم کنه. آقای شیخی همین لینک را همین الان بذار اینجا، بذار اینجا تا ما هم ببینیم. گشتم نبود، بعدم دیدم یه دوستی تکذیب کرده بود. خب گفتار 48 PS آقای پرویز صیاد، ببین ما نه از خودمون میترسیم نه وحشت داریم، ببین برنامه دیگران رو با کمک دوستان تو صفحه خودمون میذاریم، ولی شما بدبختای عقب افتاده توی برنامه‌ای یه نفر با آقای چالنگی گفته که سربی، طرف بعد برنامه بهش گفته خانم قرار نبود شما اسم بیاری. گفتم آقا این اسمی که آورده، تازه من شاکی هستم، من کی به این خانم در ایران گفتم بلند شو بیا خارج؟ ایشون توی ترکیه بود، زنگ زد تماس گرفت، من گفتم این برو خونه آقای علی ترابی و همسرش و دختراش. میدونی دروغ دروغ دروغ، چشم تنگ بودن، این اینجوری اینجوری. تو گفتی بازم شاهین اینو اینجوری میکنن معنیشم بلد نیستن. اینجا وقتی میگن باید بگن کد ان کد، توی فارسی به این میگیم گیومه. مثلا ما وقتی میگیم پرویز صیاد با هنر، این با هنرش رو میذاریم توی گیومه که مردم یه فکری بکنن آقا این چه هنری بوده. یه کسی بیا از اون ور خانم مری آپیک، از اون ور اون، این همه هنرپیشه دم دستشون باشه، زیر دست پاشون باشه، بعد یه فیلمی تنها یه تلویزیون داشته باشیم، بعد حالا اینا افتخار کنن که آقا این فیلم دایجان ناپلئون، فیلم صمد، فیلم مراد برقی اصلا وقتی پخش میشد، حتی اون فرخزاد هم همینی میگو برنامه من وقتی پخش میشد تو خیابون تاکسی گیر نمیمد. آقا برنامه دیگه ای نبوده، مردم مجبور بودن این تلویزیون کوفتی زمان شاه یا زمان شیخ رو نگاه کنن. اون موقع یکی بود بعد شد دوتا. من با لینک گذاری آشنا نیستم، اما خودم در خبر فارسی گوگل دیدم. اذیتمون نکن آقای شیخی، اذیتمون نکن. شما به یکی دیگه که لینک گذاری وارده بنویس، بگو لینکشو بذاره. من ندیدم. دوستان کسی دیگه دیده که آقای ملایی بگه من با مردم اسرائیل دوستم و نمیدونم چنین و چنان؟ من ندیدم. اون مسیج اولیم بلا فاصله تکذیب شد، ولی درباره تکذیب شدن و اینها هیچ به اصطلاح معیاری نیست. گفتن خانم سیما بینا فوت شده، آمد بیچاره گفت بابا من زنده هستم. چند سال پیش خانم سیما بینا رو اینجا دیدم، این خیلی بده ها. یه آقای اومد زد به همه که بره جلو اینها، آقای بزرگمهر برگزار کننده بود، ما پروموتر برنامه‌هاش بودیم توی تلویزیون، بعد خب ما اکسس داشتیم به پشت صحنه. یه آقای آقا من میخوام سیما بینا رو ببینم، من باهاشون دوستم، فامیلم. بفرمایید آقا برو جلو. وقتی رفت جلو گفت خانم سیما بینا، من دوست صمیمی همسرتون هستم. سیما بینا گفت اونی که طلاقش دادم دیگه، حالا شما ببینید چی بود. خب آقای بهرام مشیری در صحبتاش راجع به یه نفر به نام طباطبایی صحبت میکنه. خیلی جالبه. طباطبایی میشه گفت اولین ایرانی بود که توی آمریکا کشتنش. اون کسی که اینو کشت، برید فیلم سفر قندهار
مخمل باف رو نگاه کنی، اون سیاپوست آمریکایی که نقش دکتر تو افغانستان رو بازی میکنه، صلاح الدین هرچی اسمش گذاشته، این دیوید سامتینگ بود. این $5,000 بهش داده بودن، اینجا حالا دفتر حفاظت بوده یا کنسولگری هنوز داشتیم نمیدونه، میگه که رفته اینو کشته. و این جالبی این برادران طباطبایی اینه که این دوتا، یکیشون در زمان انقلاب چون نمیدونم چی سوم دفتر بوده، دفتر شاهنشاهی بوده، طرفدار زاهدی و شاه و فلان بوده، یکیشون چون جوانتر بوده دانشجو بوده، مخالف همدیگه بودن. ولی اون برادر رو که میکشن، شاهرخ طباطبایی که دوست خوب من هم هست، سالها من باهاش سلام علیک داشتم و اینها، و یک ساندویچ فروشی اینجا باز کرده بود، نمونه بود، نیویورک اسمش گذاشته بود، نیویورک دلی، و ساندویچ های بسیار خوبی درست میکرد. خیلی از اینا که تو کار رادیو تلویزیون های آمریکایی هستن زور میمدن اونجا نهار، ولی بازنشست که شد فکر کنم گفت من چیزا این سیستم کار و کاسبی و اینها رو واگذار کرد به خواهرش، خودش رفت ایران. و اون شاهرخ طباطبایی برادرش، اسم کوچیکش رو نمیدونم، ولی میدونم که اون رو این آقای سیاه پوسته کش. و بعد به مخمل باف ایراد گرفتن، گفتن آقا، مخمل باف هم اون موقع با آخونده بود تو ایران، گفتن آقا این قاتل فراریه از اونجا، حالا آقای فلاحتیه که با آب و تاب میگه این رفت سویه، از سوئیس فرار کرده. آقا اینا که تو 3 روز نمیدونن هر کی اومد قاتله. خیلی هم تو آمریکا تو فیلم ها هم ما میدیدیم وقتی آدم میکشه با ماشین راه میافته میره مکزیک، با ماشین راه میافته میره کانادا. خلاصه آقای فلاحتی دیدم این شاهین باز یه وجه مشترک هم داره، میگه از این آقای فلاحتی هم خوشم نمیاد. این بیچاره ها، این که چپه، از حالا دیگه چپ و چوله شده، سیبیلش هم زده مثل من دیگه، تعادلش نمیتونه حفظ کنه، حالا ببینه ما را حتما گله میکنه. خوبیش به اینکه برنامه ما رو اون 7 نفری که نگاه میکنن اینا جزوش نیستن. اون 7 نفر شما هستی، اکبری هست، شده 6 نفر، حالا نمیدونم، پتیک بعد از چیز نگاه میکنه به عنوان کتلت مونده، آقای شیخیه، آقای زمانیانه، آقای فلاحتی، اینا نیستن. اینا اقدم کبر و غرور دارن اگه بخوان برن یه جایی با اسم قلابی و عکس قلابی میرن که شما یه وقت نگه آقا من سلام میکنم فلانی اینجا. حالا اینگاه چه گویی شدن یا چه پخی هستن. لینک سعید مولایی رو براتون فرستادم، خیلی ممنون. آقا همینجا بذار، حالا اینجوری من با برم توی قسمت خصوصی پیداش کنم بیام، بذار ببینه ما بذاریم نشون بدیم. سعید مولایی مدالش را تقدیم اسرائیل کرد. خب این که خبرگزاری ایمنا، این مال کیه؟ این قبول نیست آقا، ویدیویی داره، خودش حرف زده، خودش نوشته، ولی اون گفتن خودش تکذیب کرده. شاید این اینو نوشتن از قول اون، اصلا این خبرگزاری رو من امروز شنیدم. براتون میشه دوستان، ایمنا دیگه کیه؟ نخستین خبرگزاری شهر و شهروندی ایران. همه نخستینم، اینقدر همه نخواستینن که ما خجالت میکشیم بگیم ما اولین تلویزیون اینترنتی ایرانی هستیم. به گواهی تاریخ، به گواهی سند، به گواهی مدرک گوددی و اینترنت و اینا، اولین تلویزیون اینترنتی ایرانی توسط یک جوان از دانشگاه شریف و نمیدونم از دانشگاه این بوستون و اینا درست نشد، توسط یه آدم 40 چند ساله درست شد در آمریکا. برای که دید تلویزیونای دیگه بهش میگن آقا اگه اومدی اینجا از شاه حرف نزن. شما برنامه این آقای پیره است چی خراسان، یکم هم مشنگ بدبخت، پیر خراسان رو نگاه کنید ببینید، تا موقعی که تو تلویزیون بهبهانی بود هر چی فحش می‌خواست به رضا پهلوی و شاه و اینا میداد، از موقعی که رفت تو تلویزیون همایون خفه خون گرفته. بعضیا به خفه خون اشتباه میگن خفه خان، اشتباه خونه، خان که نیست که، اگه گفتی خان میشه اون سفره و فلان اینا. تو صفحه من هست که سعید مولایی گفت من با مردم اسرائیل دوستم، مدالم رو تقدیم میکنم. خب خیلی خره اگه اینجوری باشه، بس واقعا خره. خب بذار ببینیم، آقای کردار میگه براتون یک پیغام گذاشتم، امید که چک کنید. چشم، شانس آوری آقای کردار. من این تلفنم رو تو برنامه ها میبندم که صدا نده، ولی حالا صدا داد و چشم الان گوش میکنیم. دوستان عزیز، آقای کردار دوست خوبمون، با صداش آشنا هستید و
یکم هم از من دلخور شده بود که من گفته بودم این آقای کردار خیلی بدخوره، یک برنامه ای رو چند ساله به من قول داده و نفرستاده. خب بذارید ببینم کدومش، دو تا پیام گذاشتید شما، 3:22، 4 دقیقه قبل، تازه تازه از تنور، این که 4 ثانیه است زنگ زدید پیغام نذاشتید. دوستان ایرانی همشون همینجوره، بار اول که زنگ میزنن پیغام نمیذارن، بار دوم تصمیم میگیرن پیغام بذارن، نمیدونم چرا. اصلا یه چیزایی ما داریم تو ایران نمونه است، زنگ در خونه هر کدوممون برای خودمون یه چیزی داشتیم، آقا 3 تا پشت سر هم نزن، یکی نزن، یکی بزن بیدار بشه، بعد دوباره گوش بدیم. درود بر شما جناب استادی، شما روی برنامه خوبی نشسته من سعی کردم به هر دو تا تلفنتون زنگ بزنم نشد. مطلبی که میخواستم خدمتتون عرض کنم اگر قابل پخش بود نمیدونم، این بود که میخواستم بگم زمان قبل از انقلاب شاه هر موقع پاشو برای مسافرت میذاشت بیرون در تهران و شهرهای بزرگ یه خود شلوغ میشد و پیاز گیر نمیامد و بلیط اتوبوس خورده اعتراض میشد و اینا وا میسادن، وقتی برمیگشت همه چیز درست میکردن و برای شاه یه مهربونی کاذب میساختن. الان هم همینطوره، درسته که آب نیست، فلان نیست، مردم دارن اعتراض میکنن تو خوزستان، همه اینا درسته، اما اینا لفتش میدن تا این آقای رئیسی بیاد رئیس جمهور بشه، روز اول یه خود پولای عقب افتاده کارگرا رو دیگه بدن، یه خود شیره آب رو باز میکنن، یه خود تحصیلات انجام میدن که بعد این مردم ساده یه بیچاره ملت ما بگن آقای رئیسی آدم خوبیه اینا، خلاصه براش دارن کریدیت سازی میکنن که مهربون نشونش بدن، انسان درست نشون بدن و کارکن برای ملت. به هر حال اینم بخشی از سیاست این آقایونه که اینطور هم خواهد بود. قول میدم این آقا روز اولی که بیاد بشه رئیس جمهور دو تا از این خروسکا به دست این آبنواز خروسکی به دست این مردم بده، مردم هم باز یادشون میره، برمیگردن میرن سر کار زندگیشون و زیادم به چیزهای اساسی دیگه باز بهانه میدن تا معضلات بعدی، مشکلات بعدی. به هر حال درود بر شما، روز خوبی رو برای شما و بینندگان و شنوندگانتون آرزو می‌کنم. مسئول کردار کانادا. ممنونم از شما آقای کردار. بله، حتی این ماجرای برجام میگن خامنه‌ای به حسن روحانی و ظریف و اینها گفته معلق نگه دارید تا رئیسی که میاد اونم یه جشن و پایکوبی و اینها داشته باشه. حالا باید ببینیم، ولی موضوع آب خیلی از این چیزی که اینا فکر میکردن به اصطلاح عمیق‌تر و بدتره. حتی دیروز در راه پنسیلوانیا بودم با آقای خسرو بهرامی صحبت میکردم، آقای بهرامی هم قرار شد زنگ بزنه، نمیزنن. دوستان میگه اوکی باشه زنگ میزنم، بعد یادشون میره یا تنبلی میکنن. قرار شد زنگ بزنه راجع به آب فروختن به کویت، راجع به دوستان کلیمی که در نیویورک هستن و در ماجرای آب فروختن و نمیدونم از این معاملات. دوستان کلیمی محبتشون همیشه شامل آب نبوده، در زمان شاه با اون رجب علی صراف و اینها پولای ایران رو میفسادن اسرائیل. ببینید این آقایی که ورزشکار، آقای این مولایی نیست، فکر کنم ملاییه، حالا اگه مولایی هم باشه هرچی، این آقا خب من و شما هممون باهاش همدردی میکنیم، میگیم آقا آزادی نیست، بهش میگن برو به اسرائیل مسابقه نده، یعنی بباز، این هم حق داره. ولی وقتی میاد این مدالشو میده به اون، من و شما هم جلوش وای میسیم، درسته؟ اینا بیچاران ندارن کسی که با اون صحبت کنن آقا اگه من اینو بگم بعدن چه درد سرهایی میاد سراغم. ناگفته نماند. یکی از دوستان گفته بود قولت میدم این فردا میره اسرائیل، بعد از اسرائیل هم میاد آمریکا. بهش گفتم آقا اسرائیل که از ایران بدتره از لحاظ مذهبی و اینها، اسرائیل اولین کشور مذهبی بوده. اسرائیل کسی که میره حق خوشی میکنه، میگه برای که تو دین ما اون گوشهش یه کسی نوشته که شما این بابا همون دینه بزرگ نوشته شما باید سرگردان باشی چون شما لیاقت نداری. اونو نمیگن، اونو تبلیغ نمیکنن. اون نوشته که آقا شما به پیغمبر خودتونم خیانت کردین، این تا رفت تو کو با خدا صحبت کنه شما وایسادید عرق خوری و گاف ساختید و فلان اینها. برید این فیلم های مستند رو نگاه کنید ببینید چه قوم برگزیده ای هستن.
من بعض وقتا میسم آیا شما فکر میکنید که شما قول منتخب یا گزیده هستین؟ اون گزیده رو میسم گزیده. راست میگه، رئیسی میاد به عنوان سوپرمن همه چیز رو درست میکنه. خیلی ممنون. ببین آقای کردار، وقتی سوربی میگه شماها اگه پیام بذارید من دستم باز میشه در موقع برنامه این پیام ها رو بازی میکنم، پلی میکنم، پخش میکنم، اون موقع در موردش صحبت میکنم. بعد دوستانی هم که با شما هم عقیده هستن یا مخالفن، اونا هم به اصطلاح یه تاپیکی میاد دستشون که یا مخالفت کنن یا با شما موافق باشن. در اصل من فکر میکنم اون وقت شما با چند تا تلفن ببینید، خب با این تلفن که اگه زنگ میزنید من تو برنامه اصلا گذاشته میشم این ور نبینمش و باور کنید من تو برنامه صداش هم قطع میکنم. الان تو این برنامه تصادفا صداش باز بود، وقتی زنگ میزنه من حواسم نیست نمیبینمش. خب این تلفن سلفون همه که چون شما دوست صمیمیم هستی شما داری، ولی من نمیفهمم چرا ما یه جایی نمی‌نویسیم مردم تیوی 202-695-25-73. بهتون بگم نشون بدم افکت 3 این 202-695-25-73. یه چیزی براتون بگم، چند روز پیش من صبح خیلی زود بیدار شدم، بعد وقتی میخوام یه چیزی بفرستم اگه طرف یک کشور دیگه باشه، کالیفرنیا باشه و اینا، فکر میکنم که آقا این آقای کیدا مثلا با ما اختلاف زمان داره یا نداره، آقای چیز جلوتر از ماست، اکبری یا شاهین یا عقبتر هستن. بعد یه دوستی دیدیم همینجاست دیگه، گفتیم خب تابستون هم هست 7:30 صبح، ما این برنامه آقای مازجبرانی رو فرستادیم. ایشون ورداش نوشت که من از این هیچ وقت خوشم نمیمده مخصوصا صبح زود. گفتم نه اتفاقا شما صبح زود نگاه کن، چون اینجوری که میگی صبح زود هیچ وقت امتحان نکردی، شاید همیشه شب دیر وقت موقع لانچ اینا امتحان میکردی. دوستان لازم نیست انقدر توضیح بدی، یا بنویسید ممنون نگاه نکنید، یا اصلا من نمیفهمم ما چی هستیم. آقا طرف شما رو فرستاده، یادت بوده، به یادت بوده اینو فرستاده، به جایی که بگی ممنونم. منم نوشتم آقا متاسفم ببخش چیکار. خب حقوق سوسیال، افسردگی، تنبلی، وقت زیاد، این دنباله صحبت با شاهین بود که طی صحبتام گفتم. برنامه جدید شاهین 2000 را حتما تماشا کنید. بعد چراغ سبز رو میزش تعریف میکنه. چراغ سبز اینجا به غیر از اینکه لویرا وکیلا استفاده میکنن، اگه فیلمای بانک ها رو نگاه کنی، حتی بانک هایی که زمان نزدیک به وسترن، این چراغ سبز ها اینجا بهشون میگن بانکرز لایت، یعنی چراغ بانکدارها، اونم بوده و نور قشنگیه، تو چشم خودت نمیافته فلان. ولی شاهین تو برنامهش میگه که سوربی به من گفت که این میکروفونت گندن، اون عکسه اینجوریه، این اینجوریه، من اینا رو برداشتم. اصلا این کارو نکن مگر موقعی که قبول کرده باشی سوربی درست گفته، و اگه قبول کرده باشی که سوربی درست گفته دیگه مهم نیست که سوربی باشه، آقای اکبری باشه، آقای شیخی باشه، آقای زمانیان باشه، آقای کردار باشه. اگه کسی گفت آخه عزیز من شما این میکروفونت اینجاست، اون دیگه چیه وصل کردی اینجای خوده. اگه کسی گفت آقا شما لایت جلوت رفتی لایت خریدی، از این لایت های دایره‌ای که تلفنو میذارن زیرش یا میذارن وسطش، این باید روبرود باشه. شما اون لایت رو اومدی استفاده کردی اگینست خودت. حالا خوب که فامیل دین ساسان استاد لایتینگه، توی لایتینگ من یه چیزی مثلا آقای عباس شیر محمدی 20 سال پیش یاد من داد، گوه یه اشتباهی که همه میکنن میخوان نورشون زیاد باشه، نور زیاد بده، ای کاش من الان میتونستم این نوره رو کمترش کنم. نور کمتر به شما دپت رو میگه، عمق، یعنی شما اگه هر عکاسی بری یه دور یه نور میذاره دورتر، یه نور میذاره اینجاتر، یکی هم که فیلده، بعضی ها یه عکس نوری هم میذاره بالا، بهش میگن هیر لایت یا هد لایت. ولی شما دوتا چراغ گذاشتی جلو، عکس خودت هم ماشاءالله به اون بزرگی زدی، مثل اینکه ما آلزایمر داریم حالا یادمون میره این کی داره حرف میزنه. چرا تو ایران اینقدر رسم شده عکسای خودشونو میذارن؟ من برنامه این بفرمایید شام رو، البته اون رسمی هم که وای میسادیم وقتی یکی مرد عکسشو میذاشتیم بد بود، ولی اینم الان بده. توی کانادا و
خونهای ایرانی وقتی میری عکسای خودشون بزرگ انگار رفتی نمایشگاه میذارن. حالا بنده خدا شاهین یه عکسی رو بزرگ کرده با 4 تا پین زده به اصطلاح، ولی نور میفته توش. بهترین نور یه چیز سیاه است، یه چیز دارک میگیم، چی میگیم، یه پرده سیاه. بعد شما که به اون قشنگی داشتید، گرین اسکرین داشتید، اون پشتش ماشین و ترافیک و اینها میمد و میرفت، هی عوض میکنی، هی سویچ میکنی، میدونم هیچ اشکالی نداره، چون میگردی دنبال. به اینا میگن پرفکشنیست، کسایی که میخوان بهترین چیز رو ارائه بدن. معمولا خب انتظارم همین میره که بعضی وقتا هم اون چیزا خراب میشه. در هر صورت از اینکه حرف منو گوش دادی و این دو سه تا چراغ رو کم کردی ممنونم، ولی این برنامه آخرت هم خودت نگاش کن، واشت آوت یا اوور اکسپوز هست. اینم از این. برادران طلب و تبایی یکی مخالف بود، یکی طرفدار طرح ترور مشیری. و اما شب شریفان، این God's Grace، این مال آقای چیز هست، آقای مهدی تبریزی مهدیزاده. من اینایی که مثلا میگه امید امیدوار، جعفر جعفری، میگم اینا بابا مامانشون هیچی دیگه بلد نبودن، همین یه اس گذاشتن گفته بابا واسه همون فامیلش هم بشه. این آقای مهدی تبریزی مهدیزاده است. به یه عده میگه آقای تبریزی، میگه مهدیزاده رو میگی، میگم آقا مهدی تبریزی مهدیزاده. یه شبایی میذاره به نام شب شریفان شنبه ها. اسمای اینجوری یه کمی مردم بهشون بر میخوره. درسته که اونی که میاد اونجا احتمالاً قراره که شریف باشه که میاد در شب شریفان، ولی اونایی که نتونستن بیان ناشریفن. این اسما شاهین روز به روز تجربه دارتر میشه و مشخصاً برنامهش بهتر شده. با سلام خدمت شما. آقای اکبری گفته، شاهینم تشکر کرده، من ممنونم از هر دوی شما. و اما بریم، 3:38 دقیقه شده. آقای ارشاد یک صفحه وبسایتی به راه انداخته و نوشته بود که این صفحه رو به خاطر عید قربان، حالا بعضیا میگن اون تتلو بود خواننده درباره اینکه حیوانا رو عید قربون میکشن و قربونی میکنن، اونم به وضع فجی ویدیو ساخته بود، فوش داده بود، گویا به همین خاطرم به دردسر افتاد و اینها بماند. راستی حالا اون چه کار میکنه؟ اون تتلو کارش خیلی از ما بهتره. اولا اجازه بدید من از دوستی که از تگزاس $200 فرستاد و حتی ازش پرسیدم که میخوای بیزینس تو تلویزیون مردم پروموت کنیم، گفت نه اون جداست، من شریک دارم فلان اینها، ولی این رو من برای برنامه خودت فرستادم. من تشکر میکنم. یادم افتاد به چارلی چاپلین. یادم نیست درست داستانش چی بود، حالا به غیر از این که یه مدت شیشه میفروخت، یه بچه‌ای رو استخدام کرده بود با سنگ، میرم میزد شیشه ها رو میشکن تا میشکست، این میومد پای سرش میگه میخوای شیشه رو بندازم، این فکر بیزینسه. یه طوری شده بود قدمش نحس بود، مثلا میمد اینجا یه دفعه طرف در واز کن لوستر میافتاد میشکست، یه طوری میشد، یه چیزی میافتاد، یه جای آتیش میگرفت و اینها. این دید که با رفتن اونجا نمیتونه از اینا پول بگیره، بهشون گفت که شما اگه میخواین من نیام به هم پول بدین تا من نیام توی این خیابون، و از این راه شد براش یه ممر درآمدی. حالا تلویزیون های ایرانی هم اینجوریه، ما باید به بیزینس ها زنگ بزنیم بگم اگه پول ندادین آگهیتون رو نشون بدیم. اندی 19 سپتامبر کنسرت بعد از کووید و اینا رو شروع کرده، آقای ماز جبرانی برنامه شروع کرده. اندی اگر روی فیسبوک مردم تیوی .com برید نگاه کنید، تا صفحه رو باز بکنید، اجازه بدید من با کمرای دو به شما نشون بدم. خب شاهین جان تو بخوای این کار انجام بدی تو اون سیستم چقدر طول میکشه؟ اینو بیار، اونو ببند. ببین الان اندی این بالاست، بذارید من صفحه رو درست کنم. حالا ما میخواستیم پوز بدیم جلو شاهین، بگیم نگاه کن چه برنامه خوبی داریم، قبلش رو اون عکس ها بوده، این کوچیک شد. حالا بیا یه بار دیگه من ریفرش میکنم. دوستان ریفرش، این بالا یه علامتی هست، مثل چی بگم، مثل یه پیکانی که داره دنبال خودش میچرخه، این کلیک کنید میشه ریفرش، صفحه میاد اول.
F5 هم اگه بزنید همین جوری میشه. بابا خیلی خوبه، ما امروز 15 تا ویو داریم، ویورز داریم. نگاه کنید دوستان، این صفحه اولی که میاد، اولش که میاد اندی میاد، هر کی جدیدترین تبلیغ باشه، اینو که کلیک میکنید شما میبرتتون رو صفحه‌ای که بلیتاشو میفروشه. ویدیوش هم گذاشته اینجا. LA Concert Group presents Sunday, September 19th, an exciting outdoor event, Starlight Bowl, featuring the legendary star Andy. Night of exciting music. Amazing band performing his greatest hits. And the medallion for the first time celebrating the star on Hollywood Walk of Fame with his LA fans. Tickets on sale now at itsmyseats.com or charge by phone 818-538-4911. بله دوستان، ممنونم، متشکرم. اگرم یه وقتی مشکل داشتید برای پیدا کردن و شماره تلفن و اینها، همون صفحه مردم تیوی رو که باز بیاین نگاه کنید. الان اینجا کمرای دو شما این بالا تایپ میکنید مردم تیوی، ولی من چون دارم اینا رو اینجا میاد، این بغلم پوسترشو گذاشتم که دیگه این حالا اگه عوض میشه، چون من یه ارادت خاصی دارم به اندی به خاطر انسان بودنش، هنرمند بودنش جای خود، جوونا و همسن سالای ما و اینا طرفدار بودنش جای خود، انسان خوبی هست، به خاطر انسان بودنش این رو گذاشتم اینجا. آقای دکتر شاهین نوری هم به خاطر نیازش گذاشتم اینجا. دارم یه فکری میکنم که افرادی رو که نیازمندن، دوستان این کلمه نیازمند فقط اونایی نیست که پول احتیاج دارن. آقای شاهین نوری دکتره، 57 سالشه، پول داره، احتمالاً وضعش خوبه، احتیاج به استمسل داره. استمسل اون سلول‌های بنیادی هست که بعضیا میتونن به دیگران کمک کنن. خیلی ممنون. آقای شاهین غلامرضایی گفته دارم وسوسه میشم. من دارم دنبال صفحه آقای حسن ارشاد میگردم که بهتون اون سفرم نشون بدم، و اینم ما بهش تبریک گفتیم که وبسایت به اصطلاح مال خودش دوباره درست کرده و اینا، و حالا اونجا چجوری این برنامه رو میخوان بذارن و اینها دیگه خودشون مختار هستن. ما فقط به عنوان یه دوست، کسی که 394 تا چقدر برنامه ماشاءالله ایشون اینجا پر کرده، اینه. ببینید کامرای دو، خب کامرای دو، بله، به مناسبت عید سعید قدیر است. عید سعید قدیر، سایت رسمی استاد حسن ارشاد تقدیم متحریان، بله اینایی که دنبال حقیقت هستن، متحریان حقیقی حقیقت میگردن. از بس ایرانیا سعی میکنن این کلمات رو به اصطلاح بزرگ کنن، بعضی وقتا ما دیگه یادمون میره درباره چی میخواستیم صحبت کنیم و اصل ماجرا چی هست. این تحری حقیقت کلمه‌ایه که بهائی‌ها زیاد استفاده میکنن. حالا ایشون گفته به مناسبت عید سعید قدیر، سایت رسمی استاد حسن ارشاد به اصطلاح افتتاح شد. من اینو اینجا براتون بذارم، این سایت رو هم لینکشو گذاشته میذارم اینجا. این ماجرای وسوسه، ما وقتی که از اون کتابخونه نقلی و کوچیکی که داشتیم آمدیم اینجا، آقای میبودی به من گفت که صبح جان همون کتابخونه خودت خیلی قشنگتر از این تصاویری هست که میذاری. بعد با کمال تعجب دیدم خودش که دوتا تلویزیون میذاش این ور اون ورش، اونم رفت به طرف گرین اسکرین. گرین اسکرین
قبلا بلو بود، ولی چون چشم خارجی ها آبی هست دو تا سوراخ میشد، بعد مثل شیطون میشدن، اینو تبدیل کردن با بلو و گرین. الان بیشتر گرین استفاده میکنن. البته اگه یک کسی چشمش گرین باشه، سبز باشه، اون موقع راستی چرا تو ایران میگفتن از چشم سبز ها پرهیز کنید. اینم از این ماجرا. ما چند تا موضوع از اول تا آخر برنامه میگیم. اینترنت در ایران شاهین باز. امروز من فکر کنم مثل سورای قرآن میشمارن، میگن 600 و فلان اینو گفته، 7000 و فلان اونو گفته. من فکر کنم 7777 تا شاهین گفتم تا حالا. توی برنامه آخریش راجع به اینترنت هم صحبت کرد، ولی فکر کنم عمیق نرفت که متوجه بشه شاهین جان این اینترنت از سال 1397 توسط آقای روحانی این طرح و اینا بوده و حتی دوره احمدی نژاد هم بوده. چیزی که هست اینا هی میان یه چیزی رو میگن نش میبینن نمیشه، رو خودشون نمیارن، میرن نفر بعدی میاد. آخرین خبرم اینه که گفتن واتساپ و یه چیز دیگه اینا نمیتونن فیلترش کنن، یا گفتن ما نمیکنیم. در صورت باید صبر کرد. چی؟ یه شعری هست میگه دلم از این خرابی ها بود خوش، خرابی تا به دانجا کاباد میگردد. شاید شعره رو من درست نخوندم، خودتون پیداش کنید. و اما شما هیچ وقت طلای اجاره‌ای شنیده بودید؟ میگه تو ایران برای مهمونی ها میرن طلا اجاره میکنن. ببینید یه ملت چقدر از لحاظ فرهنگی باید بدبخت باشه که ندونه بابا اون موقع اگه مادر بنده طلا دستش بود، عمه شما گردن بنده طلا داشت، برای این بود که به بانک ها اعتماد نمی کردن. بعد اینها پدرامون به چی میگن شوهر عممون اینها برای زناشون اینا رو می خریدن. اگه یه روزی پول احتیاج داشتن میمد میگفت زن اون چهار تا النگورم بیار، اون گردن بندم بیار، حالا میرم میذارم بانک نمیدونم چیز بعد چی میکنه. ولی ملتی که در قرن 20 پول نداره طلا بخره ولی میره طلا اجاره میکنه، این ملت آخوندم اثرش زیاده. این ملت لیاقتی به غیر از شاه کمدان و شیخ نادان نداره. حالا میگه وقتی میرن کرایه میکنن، مثلا بهشون میگه این 100,000 تومان که امشب، بعد یه سفته باید بدی اندازه قیمت اون. اون وقت این خانمه که تو یا تلویزیون من و تو بود یا اینترنشنال چیه؟ ایران اینترنشنال، ایرانش نگیم بگیم سعودی بهتره، تو تلویزیون سعودی اینترنشنال بود، شاید هم اون نبود من و تو بود، میگفت که کاسبا به قیمت طلا از اینا سفته میگیرن. خب خانم معلومه اگه یه طلای 2,000,000 تومنه این نمیاد سفته بگیری 1,000,000 تومن که هر کی اجاره کرد بگه 100,000 تومن دادم، 1,000,000 هم سفته دارم، میرم میگن گم شد. دزدی هم که تو عروسی ها و مهمونی های ایران ماشاءالله ادامه داشت. عجب احمقای هستن. شما ببین گویندهی که نشسته اونجا و میخواد از این ایراد بگیره به عنوان گرونی، نمیگه احمق اینجا هنرپیشه های بزرگ میره فروشگاه راست و فلان نه یه چی میخره 9 دلار 10 دلار، تازه اون چیزه رو وقتی میندازه مردم میگن قشنگه، اونا میرن میخرن. بعد تو چه احتیاجی داری؟ شما این هنرپیشه رو نگاه کنید، اگه گوشوار داره گردنبند نداره، اگه گردنبند داره گوشوار نداره، خیلی کم میپوشن این جواهرات رو. اون وقت ایرانی بدبخت پول نداره میاد میره کرایه میکنه، و اون خانمم با تعجب، این که من میگم یعنی گفته های اون توی این گیومه، با تعجب میگه اندازه پول ارزش حقیقی طلا ازشون سفته میگیره. خب دیگه وقتی من و شما بیننده اون تلویزیون ها باشیم، اون مجری و برنامه سازا هم آدمای احمقی باید باشن همینا که شما بینید. صفحه وبسایت حسن ارشاد رو نشون دادیم، سفته به اندازه قیمت حقیقی طلا رو گفتیم. و اما من یه فیلم دیدم، شما هم اینو به فارسی بنویسید، جاسوس دل، و ببینید که چگونه یه آمریکایی از سان فرانسیسکو میره افغانستان و
بعدن حالا میشه خلیفه خانقای دوستان در سان فرانسیسکو. ارث پدر مادری که بهش میرسه میره میده که این خانقا رو درست کنن. آدم جالبی بود، اسمش هم گذاشته بود حیدرآباد، حیدرآباد یا هم چیزی. ولی بنویسید جاسوس دل، اگه یکی هم لطف کنه دیگه خسته نشده باشه این جاسوس دل رو به فارسی بنویسه، لینک اون فیلم رو اینجا بذاره ممنون میشم. پس دو سه تا فیلم بهتون گفتم، یکی تو صحبتام گفتم که قاتل اون آقای طباطبایی که آقای بهرام مشیری هم بهش اشاره میکنه، اون وقت بهرام مشیری نمیدونم چیزی کشیده بود یادش رفته بود، چون شما میگی مخالف شاه بودی، بعد میگی یه تیمساری تو فرش فروشی دوستت بهت گفت که فردا بیا، اینقدر گدا و احمق بوده، هم اون هم شما رفتین تو روی راجرز نشستین میتینگ گذاشتین به جایی که توی هتلی، یکیتون تو خونتون تو هم. بعد اونجا یه نفر اومده از بغل این آقای طباطبایی رد شده گفته شما کجای هستین، این گفته ما ترکیم، اون این آقای ترک طرفدار پادشاهی بوده که خود آقای، ولی این جالبه اون تیمساره بهرام مشیری رو گفته بیا برای ما برو یه کاری انجام بده، گفته چه کاری، گفته فردا میفهمی، تظاهراتی داشتن اینا، ببینید چه خرط و خری بوده، چه پولایی میدادن، چه کسایی میرفتن جاهایی که اصلا باور نداشتن، عقیده نداشتن، تظاهرات میکردن، بعد دیگه چون تو اون راه افتادن حالا شدن مجری برنامه ما، بعد 30 سال هنوز از شاه انتقاد میکنن، از شیخ ایراد میگیرن، خودشون هم نمیدونن کدوم طرفی هستن. جاسوس دل رابرت دال، بله همینه، همین آقای چشم سبز هست. مرسی، کی گذاشت اینو؟ شاهین غلامرضایی. مرسی آقا شاهین، من به تو میگم شاهین 2000. یه بار دیگه، درگذشت یا فوت شهرام کاشانی، شهرام کی رو تسلیت میگیم به دوستانش، هوادارانش، پدرش محمود قربانی و مادرش، و امکنون مادران آبان در خیابان ها هستن. آقا بلند شو برو دیگه، پیتزا فروشی رو ول کن، آقای اکبری هم خانواده رو ول کنه، بلند شو برو اونجا، چون آقای استانلو نشسته تو نیویورک. یک مزخرفای با این کنت تیمرمن، یه مدت اون زاکری دیوانه اومده بود این کنت تیمرمن رو احمق گیر انداخته بود، یه مدت هم اوسانلو، بعد هم دیگه لابد این مسیح علی نژاد و اینها بماند بگذاره. ولی حتما برید اون فیلم صمد رو نگاه کنید، گزارش پی اس. و اینجا دیگه چیزی نوشته ای ندارم. آها، سفر قندهار بود اون فیلمی که بهتون گفتم، این فیلم قدیمیه، مال موقعی که مخمل باف تو ایران بوده این فیلم ساخته، ولی دیدنش خوبه، نشون میده که دارن باز این افغانستان رو میبرن به همون 20 سال قبل، و این که آمریکا داره ازش میاد بیرون برای اینی که دوباره اونجا رو خلأ ایجاد کنن و بریزن به هم. جاسوس دل آشاهین 2000 لطف کرد گذاشت اینجا، سفر قندهار، و این فیلم The Professor and the Madman. مطمئنم خیلی از شماها اون لحجه انگلیسی فیلم رو دوست ندارید، ولی اگر دوست داشتید و نگاه کردید، این داستان کسیه که دیکشنری آکسفورد رو از A تا T نوشته، و داستانش اینه که اون پروفسوری که شروع میکنه مینویسه اصلا پروفسور نبوده، مثل تمام دوستای ایرانی ما هستن، دکتر و اینها پی اچ دی دارن همه، برای که پیتزا هات دیلیوری. آقا شاهین وقتی میخوای استخدام کنی بگو به یک درایور برای دیلیوری احتیاج دارم، بعد از 6 ماه اگه مجانی کار کنید بهتون مدرک یا سرتیفیکیت پی اچ دی میدیم، پیتزا هات دیلیوری. حالا شما هات اونجا هات گرم بذار، پیتزای گرم دیلیوری، پیتزا هات دیلیوری. اینجا پیتزا هات تو آلمان هم بود، بهش میگفتیم پیتزا هوت اگه اشتباه نکنیم، و ماجراش اینه که طرف اسم کم آورده بوده، تابلو قبلی رو میخواسته استفاده کنه، برداشته کردنش پیتزا هات. خب پیام بینندگان رو پخش کن دیگه، الان فایده نداره. دختری که کشته شدن اون سیاه پوست رو فیلم برداری کرد، و عموی خودش باز به دست یه پلیس دیگه کشته شد. احمدی نژاد مردی با کاپشن بهاری، این فیلم رو حتما نگاه کنید. و مردم تیوی آن یور فون، دوستان نگاه کنید، ما اینجا نه چشم بندی میکنیم نه چیزی، اگر سوربی
میتونه اینجا مردم تیوی رو داشته باشه، شما هم میتونید داشته باشید. ببینید ما نه اپی، نه پولی، نه 4 دلار بده، نه 1 دلار بده، مردم تیوی دات کام رو رو صفحتون که باز کنید بعد میارید اینجوری. الان هم که برنامه زنده داره پخش میشه، بیا دیگه از این. اینم گذاشتم که شما تأخیر شما متوجه بشین. دوستان عزیز، ساعت 3:56 به وقت واشنگتن، به وقت نیویورک شرق آمریکا، 12:56 به وقت غرب آمریکاست. شما هر جایی هستین یه نگاهی به ساعتتون بکنید، همون وقت وقتی که شما الان اونجا هستید، و لطف کنید تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید. یه کار عجیبی اتفاق افتاده، ما همیشه 2-3 نفر بیشتر رو مردم تیوی دات کام نداشتیم، امروز 15 نفر بود. از یکایکتون ممنونم و سعی کنید بیشتر از همونجا نگاه کنید، مخصوصا برنامه های زنده رو، آگهی های ما رو ببینید. باز یه چیز دیگه بهتون نشون بدم، مردم تیوی دات کام صبح تا صبح که بلند میشین بیاین اونجا. میخواستم بگم هر کی رفت هامبورگ بره پیتزا فروشی، همش میخوام بگم ساسان، بره فود پیتزا فروشی شاهین بگه من آگهی شما رو از تلویزیون مردم دیدم و یه پیتزا بهش بده. بعد دیدم این بیچاره ورشکست میکنه، گفتم بذار فری بوگو. اون روز رفتم اونجا گفتم خانم این نوشته فری بوگو یعنی چی؟ گو بای وان گت وان، یکی بخر یکی ببر. بعضی جاها میگه یکی بخر یکی بعدی رو نصف قیمت، از این حراجا بذار ضرر نمیکنی. دوستان وقتی مردم تیوی رو صبح تا صبح باز کنید، این بالای صفحه اول روزنامه های ایران رو کلیک میکنید، اون پیشخوان میاد یکی یکی، آرمان ملی، آسیا، آفتاب اقتصادی، آفتاب یزد، ابرار، ابرار اقتصادی، ابتکار، اخبار صنعت، همه اینا رو میتونید نگاه کنید، بخونید. ما بیشتر دوست داریم سرتیترها رو ببینیم و اینجا این کار رو انجام میده. بعد شبکه های تلویزیونی ایرانی، این بغل سمت راست شبکه های تلویزیونی ایرانی همه رو اینجا نشون میده. گاهی وقتا یک کمی سرعتش و وصلش طول میکشه، مثل الان مثلا میبینید. این دیگه خودتون نگاه کنید هر جا دوست داشتید. و از همه اینها مهمتر و بهتر برنامه های خود منه، بایگانی برنامه های سربی با مردم. نگاه کن آقا شاهین، من اینجا رو که کلیک میکنم قسمت ویدیوهای من میاد. میبینید اینجا دیگه اون صفحه اولی نیست، هم نیست، ویدیو میاد. ویدیو این آقای دکتر ابوالفضل بهشتی 65 تا ویو در 3 ساعت گذشته. بهتون پیشنهاد میکنم این برنامه رو ببینید، چون دفعه قبل که من ایشون رو دعوت کردم خیلی از دوستان زنگ زدن، فحاشی، حتی توهین. ولی ایشون میگه آقا من به شاه میگم خدا بیامرز، به آقای خمینی میگم خدا رحمت کنه، مال تربیت خانوادگیمه و این کاری نداره که من طرفدار کدومشون هستم و نیستم. برنامه بسیار خوبی بود. روز روزگار بر شما خوش، به امید فردایی بهتر، آیندهی روشنتر. پس بریم برنامه ها رو پی بگیریم. مرسی که با ما بودید. این هم پلیر 2، بیننده برنامه سربی با مردم باشید. مرسی.